میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز زیبای چهارشنبه سوری. چقدر لطافت داشت این چهارشنبه سوری، چقدر زیبا بود و چه ذوقی ما داشتیم. از یه هفته ده روز قبلش میدویدیم از پدر و مادر درخواست میکردیم یه قرون دوز بیشتر به اون بده ما بریم میدون فوزیه ترقه بخریم. و مثلا من 2 تا 7 ترقه دارم، تو چند تا 7 ترقه داری، نارنجک چند تا داری. و روزگار غریبی بود، شترا می اومدن با بار خار و این رو تو خیابون فریاد می زد چهارشنبه سوری، آی بوته آی بوته بوته بوته. و هیبت شتر و خود اصلا ما که بچه بودیم و شتر از نزدیک می دیدیم برامون جذاب بود. و التماس به مادر که آقا یه ذره برای اون بوته بیشتر بخر. این نظام نکبت حتی این مراسم لطیف و زیبا رو هم به گند خودش در حقیقت آلوده کرده و به جای اون آتشبازی ها و به جای اون مراسم زیبا و لطیف مثلا لاستیک بیاریم تو خیام، خب دود کثافت تولید میکنه. لاستیک آتیش زدن که ماجرا رو حل نمیکنه. یا بمب‌های صوتی درست میکنن بزنه پنجره خونه یارو بشکنه. همه چیز رو آلوده کردن، همه چیز رو به فساد کشید. یه مراسم زیبا که بوی عید میداد، بوی بهار میداد، نگاه کن امروز به کجا رسیدیم. واقعا این نظام اهریمن، تاریکی و ظلمت رو بر همه جهان مستولی کرده. نگاه کنید به دنیا، نگاه کنید به داستان اسرائیل و نمیدونم حماس و ماجراها، همه اینا ریشش در نظام فاسده. قبل از اینکه این اتفاقا بیفته دیدیم که سران حماس اومدن به تهران، رفتن دیدار خامنه‌ای، شاهد تاریخ که چگونه نیروهای اهریمنی به نام سپاه پاسداران در لبنان و سوریه دیدار میکردن، آموزش میدادن. و من به عنوان یه ایرانی واقعا خجالت میکشم وقتی که این اخبار منتشر میشه، این گونه موضوع مطرح میشه. من به عنوان ایرانی شرمنده میشم که چرا چرا چرا. بگذاریم، امیدوارم که چهارشنبه سوری خوبی داشته باشید و میدونم که توی خارج کشور هم چهارشنبه سوری به گونه های مختلف اجرا میشه و سوید که حتی چند سالی در استوکن یه جشن بزرگی رو برگزار میکرد. نمیدونم امروزم یا امشبم اونجا این جشن برگزار شده یا نشده، هنوز ویدیویی به دست من نرسید، خبری نشنیدم. ولی هر جا هستید مراقب خودتون باشید و چهارشنبه سوری خوبی داشته باشید. قاشق زنی یکی از زیبایی های مجدد چهارشنبه سوری بود و خود اون قصه های زیبایی در پشتش نهفته است. بذار وقت رو تلف نکنیم. یه خبر اومد که توی
کانال روشنگران مزدور ستیز. دوستان رو دعوت میکنن کانال روشنگران مزدور ستیز رو، چون کانال تالار اقتصادی البرز اینا کانال های تلگرامی هستن که واقعا به درد میخوره، کمکمون میکنه، روشن میکنه ما رو و آگاهی به ما میده. قبل از این که شروع کنم، میدونید که اروپا یعنی آمریکا ساعت بهاری خودش رو آغاز کرده، ساعت تابستانیش رو آغاز کرده و ما در حقیقت ساعت‌ها رو یک ساعت جلو کشیدیم. بنابراین فاصله زمانیمون با اروپا که قبلا 9 ساعت بود الان 8 ساعته. به همین دلیل برنامه‌ها در اروپا یک ساعت زودتر شروع میشه. فردا هم که برنامه آقای مصداقی هست یک ساعت زودتر شروع میشه. بنابراین به دوستانتون اطلاع بدهید که اون برنامه ها تا زمانی که اروپا ساعتشو تابستانی نکنه. این داستان عقب کشیدن و جلو کشیدن ساعت هم قرار بودش که یه جوری بالاخره در آمریکا انجام نشه، ولی هنوز دارن راجبش حرف میزنن ببینن این کارو باید انجام بدن یا ندن. ولی فعلا مطلع باشید که ساعت تغییر کرده، بنابراین در اروپا یک ساعت برنامه ها زودتر آغاز میشه. خب بریم پیش آقای سلیمی نازنین، تشکر کنیم ازش که یک ساعت زودتر اومد اینجا و از این وقتی که به ما میده، چون بالاخره همه این آدما کار و زندگی دارن مثل من و تو و دیگری، ولی وقتشو وقف وطنش کرده، وقف میهنش کرده، میاد اینجا تا بتونه کمکی بکنه به مردم دربند و اطلاعی بده به مایی که تو خارج از ایران هستیم تا آشنا بشیم به مسائل و مصائب مردم ایران. اجازه بده که ضمن تبریک چهارشنبه سوری، آرزوی بهترین چهارشنبه سوری برای آقای سلیمی و خانواده محترمش، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم درود میفرستم جناب آقای بهبهانی عزیز برای شما، برای خانواده گرامی، فرزندان و پادگانتون، همه عزیزانتون، برای مردم شریف ما، برای جوانان ما، زنان وارز ما و همه عزیزانی که مخاطبان تلویزیون برنامه های خوب میهن تیوی هستند، هم یک بار دیگر این جشن و سرور و شادمانی رو که میدونم که با توجه و فقر و نداری و مشکلات واقعا دل مردم شاد نیست، اما به هر حال این جشن رو، شادی ما در نبود حتی مشکلات بزرگ، ما میبینیم که مردم با یک چیز کوچک همچنان آقای بهبهانی میشنویم از شمال، از کردستان، از تهران و کرج، از همه جا، از اصفهان، شیراز، میبینیم که مردم همچنان با یک چیز کوچک، جوانان ما، زنان ما، همه جا به خاطر این چهارشنبه سوری، برای اینکه به این دشمن نور، به این دشمن که شادی های مردم رو همواره سعی کرد در این 45 سال واقعا در نطفه خفه کنه، مردم ما جواب این جنایتکار رو میدند و با شادی که اگرچه دلهاشون شاد نیست ولی با اظهار شادمانی سعی میکنن که این رژیم رو سعی کردند و این رژیم رو دارن شکست میدند و به عقب نشوندند. زنان ما، جوانان ما در همه جا امروز خبر بوده از شمال و جنوب و کردستان و مرکز ایران و ویدیوهایی اومد رسید که واقعا مردم این جشن، این روز چهارشنبه سوری رو دارن بزرگ می‌دارند و در مقابل به کوری چشم علی خامنه‌ای و رژیم جنایتکارش و اون آخوندها و اون طلبه‌هایی که سعی می‌کنند که این شادی رو از مردم بگیرند، مردم همچنان ایستادند تا این جشن بزرگ ملی ایرانیان رو به هر حال در این شرایط هم بزرگ دارند. قربان. ممنونم ازت. ولی آدم دلش میسوزه آقا، این بیرون نگاه میکنیم یعنی همسو با درون، یه آدم مزدوری داره
مثل بقیه مزدورای جمهوری اسلامی در داخل کشور که تو از طریق تلویزیون در حقیقت مثل اون رضوانی و شهبازی و همین آتاشخالا اومده نشسته میگه که مردمی که در انتخابات شرکت نکردن و تحریم کردن همشون که مخالف نبودن، که اینا به علت اینکه مجلس در ادامه زدن قالیبافه ها اینا بدون چشم و چراغ خامنه‌ای هم چیکاری نمیکنن. میگه بسیاری به خاطر عدم برخورد مجلس با بیهجابی انتخابات مجلس رو تحریم کردن. این تو داخل کشور. تو خارج کشور میبینیم یه آدم مهملی به نام حسن اعتمادی، یه آدم شالاتان، یه آدم دروغگو، به قول فرنگی ها اینجا یا لوزر، نشسته تو کلاب هاست یک مزخرفاتی رو مطرح کرده و من همه رو در این میبینم که این آدم از اینجا رونده، از اونجا مونده است، هیچ کجا بازیش نمیگیرن. این باید همون کنار شهرام همایون قرار بگیره و همون مثل اون نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قلبی ره کن، هرچی شهرام همایون میگه اینم دنبالشو میده و میگه و میگه که اصلا این جنبش مهسا جنبشی نبود، که اینو فرنگی ها غربی ها برای ما ساختن. چرا گلشیفته باید بهش، چرا اصلا ما رو باید به فستیوال های بین الملل سینما اونو دعوت کنن؟ چرا باید این کار رو بکنن؟ مگه اینا خیلی کار هنری انجام میدن؟ مگه مثلا کاری که گلشیفته میکنه یه دختر الجزائری تونسی نمیتونه انجام بده؟ این مرد که اینقدر بیشعوره که نمیدونه برای پذیرفته شدن در این حد که بتونی توی سینمای اروپا یا آمریکا وارد بشی، گذشتن از هفت خان رستمه. من اصلا دل خوشی از این زن و شوهر ندارم، هوشنگ توزیع و شوره آقداشو، ولی اینا زحمت کشیدن تا رسیدن توی هالیوود، انقدر آدیشنای مختلف رو، امتحانات مختلف رو اینا رفتن، امتحان دادن قبول نشدن، امتحان دادن قبول شدن، امتحان دادن قبول نشدن، امتحان داده قبول شدن، تا رسیده به این نقطه. آخه حسن اعتماد این مزخرفات چیه میگی؟ تو رو چون بازید نمیدن باید این حرفا رو بزنی؟ خب آدم باش بابا، برو سطح بنده پایین، برو زندگی تو بکن. یعنی چی که اینا من پول ندن اینا رو فهم میکنی؟ آره عزیز من، اینجا من خودم همین سوال رو داشتم که واقعا این پوسترهای چهار رنگ و رو این کاغذ پلاستیک اعلا کی این کار رو میکنه؟ خرچی کی میده؟ رفیق 60 ساله من که از کلاس 8 دبیرستان تا امروز لاینقطع کنار هم بودیم، هر جا که بودیم با هم بودیم، گفتیم حرفا مزخرف چیه میزنی؟ من چاپ کردم. گفتم یعنی تو اومدی پول دادی از جیب اینا رو چاپ کردی؟ گفت نه، آقای فلانی اومد گفت اینا رو چاپ کنید. ما هم قیمتی که برامون کاست هزینه میکرد خرج ساختاش، ما از اون خرج ساخت خودمون یه 20% 25% هم از جیبمون گذاشتیم به یارو به ارزش 75% ساخت، نه 100% پول ساخت، سود که نبردیم هیچی، 25% هم از هزینه‌مون به یارو تخفیف دادیم، گفتیم اینم سهم ما. مردم سهم دادن. من خودم اینجا $700 همین آقای مدیر که در ویرجینیاست به من گفت آقا مثل گذشته که تیشرت های نب اعدام رو چاپ کردی بیا برای زن زندگی آزادی هم چاپ کن، منم یه سری درست کردم و
بعد وقتی که به دستم رسید اشکال داشت، فرستادم برای یه شخصیت عزیزی دوست داشتنی، نمیدونم لازم است شو بگم یا نه، ولی یه چهره سرشناس اپوزیسیونه، اونم تو کار همین سکرین و چاپ سکرین و اینا، ازش خواهش کردم که این یه سری مشکل داره میتونی برام حل کنی؟ گفت بفرست من برات درستش میکنم. اونم برای من درست کرد، تیشرت ها رو ما بردیم یاد داشت و پخش کردیم. یعنی چی که خرجش آمریکا داده، غرب داده؟ این مزخرفات چیه میزنی آخه مرد که پدر سوخته؟ خجالت بکش بابا، حیا کن. ببخشید آقا کلام شما رو اصلا بی خودی بردیم به یه جای دیگه، ولی آدم احساس شرم میکنه که با اینا یه روزی سلام علیک کرده اصلا. نمیدونم، ببخشید آقای بیبانی، خواهش میکنم. حالا که شروعش رو از مبارزه مردم ایران، از جنبش ژینای عزیز، ایران دخت کرد ما مهسا ژینا شروع کردی، از جنبشی که ایرانیان واقعا از این چند میلیون ایرانی وقتی که یک سال توی خیابانها اینها جوانای ما، ببینید در سال 88 فرزندان ما توی خیابانها بودند، ولی وقتی که این جنبش شروع شد یک دختر کردی، این شرف ملی ما بود، یک فرد در بهار عربی، یک جا آتش سوزی در فلان کشور عربی، یک جنبشی به راه افتاد. ما در سال 96 و 98 که وقتی که اون حرکت های ده 96 و بعد جریانات 98 شد، هزاران نفر توی کشته شدند، اروپا و آمریکا شروع شده بود، خیلی حرکت ها بود، و در طی این سه دهه‌ای که من خودم فعالیت های به هر حال به عنوان یکی از سازماندهانی که در اروپا همراه حداقل 20-30 نفر از هم نسلی های من که واقعا حداقل که از سازماندهان کاملا نخبه خارج کشورند، واقعا از انگلستان لندن گرفته تا بروکسل تا آمستردام هلند تا همین فرانکفورت تا هامبورگ، کلی که ما هستیم، شهرهای گوناگونی که پاریس و شهرهای گوناگون، ما کسانی داریم که اینها 30-40 سال عمرشون رو و در این 20-30 سال در اروپا متعدد بار اینها بدون ادعا در سکوت ولی واقعا با امکانات گوناگون سازماندهی کردن. دیگه آقای بهبانی، آدم 2 سال بنایی میکنه، 3 سال بنایی میکنه، میشه یک بنای ماهر. وقتی که یک مبارزی 40-50 سال در کار سازماندهی مردم، آرشیتکت بنایی میکنه، سازماندهی میکنه، مردم رو میاره، خب دیگه هر سالش اگه یاد بگیره، بعد این همه مناسبات، شهردار رو میشناسن، فرماندار رو میشناسن، همدیگر رو میشناسن، پزشکان رو میشناسن، همدیگر رو سالها با هم کار کردن، خودشون تو این جامعه دست و بال دارن. شما یه شهر بده این رفقای ما توی بروکسل، توی فرانسه، توی فرانکفورت، توی همین کلن، الان آقای ارجنگ برهان توی کلن یک اعلامیه میده، چند هزار نفر اونجا برای چهارشنبه سوری میاد، از منم شاید امشب، به هر حال میدونم من اینجا هم بله، من باید پیش ایشون میبودم در کلن، خب هزاران نفر در همه شهرها امروز برای چهارشنبه سوری، افراد معتمد اینها از اینها دعوت میکنن، اسم اون آدم ها اعتبار داره، برای اونها میرن. بگذاریم از اینکه اون جنبش ژینا مهسا از ایران شروع شد، از جوانان ما که الان تعداد زیادی اومدن، چشما یه چشم اینجا یه چشم اینجا، بسیاری از اینا توی این مراسم های گوناگون شرکت کردن، با فرماندار، با نمیدونم شهردار، با مسئولین فرانسه، فرانکفورت، توی اینور اونور اومدن، اینها توی خیابان ها بودند، اینها از جسمشون، جانشون، پشتشون، ستون فقراتشون، حتی آلت تناسلی اینها، به هر حال همه اینها رو گزارش ها وجود داره، رژیم جنایتکار به آلت تناسلی زن و مرد شلیک میکرد،
تفنگ ساچمه‌ای و غیر زالک شلیک کردن دینا، به پشت و مغز نخا، به چشم شلیک کردن. جوانای ما توی خیابان‌ها بودن. آخه آدمی که ذره وجدان داره چطور میتونست در اروپا ساکت، در آمریکا، در استرالیا، در ژاپن ساکت بنشینه؟ این مردم اصلا اون روزها زندگی نداشتن. من افرادی از جوانان میشناسم که به هستی قسم میخورم، به یکتای بی همتا قسم میخورم که اینها شغلشون این جوانا از دست دادند، ولی به خاطر اینکه برادرش، خواهرش، پسر خالش توی ایزه، توی نمیدونم توی کردستان، توی شمال، توی کرج زخمی شده بودن، اینها شب و روزشون رو با ما بودن. آقای بهوانی، ما برای برلین به جرأت قسم میخورم، ما برای برلین صدها ماشین از اروپا گرفتیم بردیم، صدها ماشین که هر کدوم از این ماشین ها 3000 2000، ولی خود این مردم پول چیزشون رو میدادن. جز اونایی که مثلا از هر ماشینی 5-6 نفر پول نداشتن، توی هایم ها تازه از ایران اومده بودن، ولی 70 نفر، 60 نفر، 80 نفر ماشین های دو طبقه جا داشت. مردم خودشون، بعضی از خود اینها 5 یورو بیشتر میدادن که خرج بعضی ها را بکشن. صدها ماشین از اروپا رفت به برلین. و من خیلی در اون دوره گفتم به هر حال همه ماها و همین لس آنجلس که داره حسن اعتمادی داره مزخرف میگه، من شهادت میدم که چند تا از دوستان من از شمال کالیفرنیا، یعنی 5 ساعت 6 ساعت رانندگی، 3-4 نفری، 2-3 تا خانواده با همدیگه، هم برایشون یک مسافرت تفریحی بوده، هم یه مشارکت در یه امر عمومی بوده، بلشت آمدن لس آنجلس به من زنگ زدن که آقا ما اینجاییم، تو کجایی؟ گفتم تو این جمعیت شلوغ که نمیتونی همدیگر رو پیدا بکنی، بذار بعد از این مراسم که تموم شد وقتش عصری یه جایی قرار میذاریم، میریم با هم یه شامی میخوریم. اینا آدم هایی که با ماشین از اونجا اومده بودن، از همین منطقهی که من زندگی میکنم تا لس آنجلس، از اورنج کانتی تا لس آنجلس 60-70 مایله، یعنی یه چیزی نزدیک 100 کیلومتر راهه. مردم میرن، معلومه که مردم از جیبشون خرج میکنن. یعنی چی غربی ها پولیش دادن؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ میخوای ثابت کنی که چی؟ تو خوبی بقیه بدن؟ تو راستگویی بقیه دروغگو؟ خود تو یکی از دروغگوتری آدمایی هست که من تو زندگیم دیدم. یه آدم حقباز دروغ کلاش به زبون ساده، هیچ چی بیش از این نیست. یه آدم بدبخت لوزه. بگذاریم یک جنبشی جناب آقای بهوانی، یک جنبشی پیش روی ماست که امشب هم پایه های عینی، اجتماعی، اقتصادی اینها رو، روانی اونها رو ما یک بار دیگر از زاویه جیب مردم، فشاری که به مردم میاد میگیم، از زاویه روان مردم هم امشب توضیح میدیم. ولی یک جنبشی، ببینید این با این آخوند، با این طلبه شکار کردن شبکه های اجتماعی، یک جنبشی پیش روی ماست و رژیم جنایتکار میدونه. درست مثل جامعه آبستن، مادرامون میگفتن شب پسر، به ماها میگفتن شب دختر پسر، شب زاووست، شب آبستنه، جامعه آبستنه، زاویه. مثل دوران سپتامبر پارسال که اون حرکت عظیم سال 1401 که اونطور اومد، این رژیم جنایتکار میدونه که ایران آبستنه حوادث بزرگه. خب تسنیم وقتی که میاد صحبت یک فردی رو از خارج رو، من اصلا به گویندش کاری ندارم، واقعا برام اصلا جلوی چشم من این آقا یا هر کسی دیگر گوینده باشه، اصلا کوشش میکنم آقای بهوانی به شرافتم قسم نه نفرتی به گویندگان این حرفا داشته باشم نه هیچی، برای ما دیگه از این جریان گذشتیم. طرف میتونه خوابنوا بشه، متوهم بشه، طرف میتونه حسادت بکنه، طرف میتونه یه لیوان مشروب بخوره بیاد مزخرف بگه، هر چی، اصلا من کاری به کار این فرد ندارم. هر کسی امروز به این جنبش
ما جنبش ژینا و مهسای ما، جنبش زن زندگی آزادی که این همه ایرانیان این گونه بخواد توهین بکنه، فارغ از اینکه کی، اصغر سلیمی، هر کسی باشه، سعید بهبهانی، اصل شاهزاده رضا پهلوی، هر کسی بخواد بیاد اینو اتهام بزنه، توهین بکنه، این حرفای سخیف رو، این دهنکجی رو به این جنبش بکنه، اگر امیر تتلو باشه، فرد دیگه باشه، هر کسی بخواد به این جنبش چیز بکنه، خب همونو تسلیم سپاه پاسداران داره به شکل میزنه. ولی اینها میدونن که مردم ایران این حرفا رو باور نمی کنند. چرا؟ چون این جنبشی است برخواسته از جان انسان ایرانی، از روان انسان ایرانی، از رنج ها، از تبعیض ها، از این همه فشار، از برخواسته از اعماق وجود هستی ماست. بنابراین تسلیم که امروز شاد بوده حرفای ایشون رو گرفت، چه شاد باشه چه نباشه، مردمی که این جنبش رو خودشون انجام دادند و این رو بزرگش کردند و براش جان دادند، خون دادند، جوان دادند، جوان آقای بهبهانی، اینها، این مردم میتونند این جنبش رو پاسداری بکنند. به حرف من سلیمی یا به حرف دیگری اینها فایده نداره، این دهنکجی خواهد بود، میگذرد. امروز چون یک جنبش بزرگی در پیشه، بلندگوهایی که یادتون هست اکبر گنجی اومده بود اونجا میگفت که رای دزدی نشده، خاطرتون هست؟ در اوج جریان داشت پول میگرفت از آمریکایی ها، خودش میگفت رای دزدی نشده، رای موسوی رو ندزدیدند. بعدها مردم همه میگفتن این کفتر جلد این رژیم بوده. ببینید مردم ایران آگاهند، موجهایی ممکنه بیاد، حالا یا به هر حال کاسبان، یا فریب خوردگان، یا حاسدان، یا خوابنما شده ها، در بهترین حالت بگیم حسادت خوابنما شده، طرف به هر حال کم آورده این مزخرفات رو داره میگی، در بهترین حالت میگیم اینطوره. ولی اون چه که دلیل این ماجرا هست اینه که بلندگوهای رژیم برای دستکاری افکار مردم بسیج شدن و نیروی امنیتی و نظامی کم آورده، سرکوب ها کم آورده، باید مدام افکار مردم رو سعی بکنن یا دستکاری بکنن. چه بهتر که یک آدم نادانی بیاد در جنبش خارج کشور دهنکجی بکنه، حرف اونو تسلیم بگیره بگه، یک آدم نادان بیاد دهنکجی بکنه. به هر حال این ماجراها هیچ جایی پیش نخواهد رفت. اگر کسانی فکر میکنن که این جنبش عظیم آینده ایران میتونه دچار انحراف بشه، کور خوندن. این جنبش آینده قوی تر از جنبش دوران زن زندگی آزادی و با اون تجربه ها هم در داخل و هم در خارج خودشو برای دور جدید داره آماده میکنه. شنوندگان ارجمند، ما برای دور جدید در داخل و در خارج ایران، اطلاع بنده اینه که مردم ایران دارن آماده میشن و ما گیم به گیم، روند به روند، قدم به قدم رفتیم جلو و امروز یک قدم دیگر هم جلو پیش روی ماست. آقای مهربانی عزیز، ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که اجازه بده که بگذاریم، دیگه چاره ای نیست، چون این مکافاتی است که جامعه ایران بهش درگیره. من امروز با خودم فکر میکردم که چرا ما نمیتونیم موفق بشیم، به دلیل همین وجود همین جرثومه ها، همین آدمایی که هیچی ندارن و هیچی تو زندگیشون ندارن و جز سنگ اندازی و حسادت و بده، شرایط بدی داریم، بی اخلاقی جامعه رو فرا گرفته، به خاطر اینکه یه حکومت دروغگو، یه حکومت بی اخلاق بر سر کار است. بریم سراغ وضعیت مردم. من دوستان رو به راستی دعوت میکنم که به این در کانال تلگرامی
به تالار اقتصادی البرز سری بزنید و ببینیم که اوضاع احوالمون چیست و چگونه است. الان صحبت بر سر اینه که به جای اقتصاد نفتی ما به اقتصاد صفی رسیدیم و این یعنی چی؟ اقتصاد صف یعنی چی آقا؟ این چی میخواد به ما بگه؟ بله، هفته پیش به خاطر یک اخلال کوچکی که در برنامه های ما شد ما نتونستیم به این مسئله بپردازیم. شما دوبار این پرسش رو داشتید جناب احوامی عزیز ولی ما نتونستیم چون قد شدون. اما ببینید آقای بهبانی، شنوندگان ارجمند، ایران منابع از منابع تأمین خوراک تا وسایل بهداشتی تا وسایل دیگر نیازی که امروز جامعه بیش از 85 میلیونی داره نمیتونه اینها رو بپوشونه. ما ارز کافی برای واردات نداریم. گمرک های ما، انبارهای گمرک الان تو این کنتینرها، حداقل من خودم بخشی از لوجستیک و ترانسپورت حمل و نقل اروپا با خبرم، بخش بزرگی از این کالاها ترخیص نمیشه. عوارضشون ارز در واقع پرداختی و اینها، تعرفه‌هایی که پر نیمه پر شدن، وسایل گوناگونی که گزارش میاد، ماشینایی که توی راه مشکلات عدم پرداخت دارن برمیگردن، ماشین های یخچالداری که با مشکلات رو برو میشن، روزهای طولانی بار توشون هست، اینها از بازار بزرگ، بازارهای بزرگ اینها یا از اون ور میخواد بیاد، الان از اون ور که کم شده از این ور بیشتر میره، به فرض خرما و خشکبار و یه سری از این جنس ها که به بازارهای اروپایی میرسید خیلی دچار اخلال شده، مشکل شده. خب اینها الان واردات، ارز وارداتی برای آوردن واردات نسبت به پارسال کم شده، میزان جمعیت مدام بیشتر میشه ولی مشکلات گوناگونی ما داریم برای تولیدات داخلی. ما بارها گفتیم که الان شما میبینید خبر اومده که ما که برای عراق، برای کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان مواد خوراکی روانه میکردیم، الان داریم از عراق تخم مرغ وارد میکنیم. آقای بهبانی، آخرین خبر اینه که تخم مرغ ما داره از عراق وارد میشه. ما به این عراق بعد از جنگ 15 ساله‌ای که داشتن با همه اون بحران‌ها سالها مواد غذایی فرستادیم، چه برای اقلیمش چه برای کل شهرهای دیگرش. ببینید ما الان توی وسایل کشاورزی، توی مرغ و گوشت و اینها با مشکلات روبرو هستیم و گزارش هست که 61 میلیون از مردم ایران کالابرگ گرفتند، کوپن گرفتند و این صف در سرتاسر ایران، صف برای مواد خوراکی، حالا قبلا که برای خودرو بوده، برای گرفتن ارز گردشگری که قبلا بوده، برای نمیدونم وسایل گوناگون، برای وسایل شیر خشک برای بچه، وسایل بهداشتی، صف برای دارو، تمام اینها 61 میلیون بر اثر دو سه سالی که بحث شد، منابع وقتی که کمتر و کمتر شد، شما میبینید که مردم و حتی بخشی از مواد غذایی رو مردم به خاطر این بحران، به خاطر این انتظاراتی که هر روز کالا گرانتر میشه میخرن. آقای بهوانی، اونایی که میتونن هر چی الان میاد میخرن، انبار میکنند بخشن. ما کمبود داریم در ایران و این کمبود چه به طور واقعی کمبوده در بین نیروهای اخشار فقیر، مردم نمیتونن انبار بکنن چون اصلا همون امروز رو هم ندارن بخرند. ولی در اونایی که هنوز شاید قشر کوچکی که هنوز میتونن بخرن، میخرن بخش کوچکی هم ممکنه خریده بشه، انبارم بشه. اما اساس اون نیست، اساس اینه که منابع وجود نداره و این رو روزهایی سالهایی ما در کوبا شنیدیم، بنده در آذربایجان و شوروی دیدم، در شهرهای شوروی اون زمان دیدم و در کشورهای شرقی بود، منابع کم بود، تأمین خوراک. آقای بهبانی، گوشت رو مردم
دارن قسطی میخرند، مرغ و گوشت و اینا رو با زامن و قسطی میخرند، چون ندارن بخرن. آخه میشه مگه شما گوشت خوراک رو چند کیلو بخری و بعد قسطی پرداخت کنی؟ اینه وضعیت اقتصاد صف، یعنی اینکه کاهش هرچه بیشتر منابع گوناگون مایحتاج عمومی مردم، چه دارو، چه مواد بهداشتی، چه خوراک، هر روز این منابع کمتر شده، کاهش پیدا کرده و مردم برای تامین اون کالا برگ دارن، کپون دارن، باید برن صف بیستند و اونها رو بگیرن. گزارشی در همین راستا اومده که در گزارش جهانی است که مردم ایران بیشترین مصرف نان رو دارند. خب شما وقتی که چیز ماکارونی گرون شده، نان بلوکی گرون شده، سیب زمینی هم به همین ترتیب، خب مردم یک چیز دارن. نان فعلا امسال هم تصویب شده که 200 هزار میلیارد تومان براش یارانه سوبسید نان بدن. نان فعلا ارزانتره، یعنی یه جوری هست که نسبت به قبل گران شده ولی نسبت به کالاهای دیگر سوبسید داره. مردم دیگه این نون آخرین جایی هست که تامین بکنه انرژی روزشون رو. پروتئین مردم کمه، لبنیات کمه، روغن و وسایل دیگر گزارش داریم که برای اخشاری هرچی کمتر و کمتر شده، برای گوشت اقصده، برای تون ماهی باید صف بیستند. خب اینها، این وضعیت اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی 100 سال اقتصاد نفتی بود. امروز میگن از یک طرف نفت که دیگه کاهش پیدا کرده، از مردم دارن مالیات میگیرند. الان به جای شب عید که به مردم میخواستن عیدی بدن، رفتند آقای بهبانی از حقوق بازنشستگان خودسرانه 1 میلیون تومان کم کردند. آخه هیچ جای دنیا اجازه داره کسی بره از جیب مردم، از حساب جاری مردم بدون اجازه مردم بره 1 میلیون تومان از اونم از قشر بازنشستگان؟ از بازنشسته ها دزدیدن آقا، از بازنشسته ها دزدیدن. میگه که اصلا میگه چرا دزدیدید؟ میگن ما به شما سهام پتروشیمی فروختیم. آقا تو چی کاری که به مردم به زور سهام میفروشی؟ من نمیخوام سهام پتروشیمی، کله پدر تو پتروشیمی. بعد میره از حجاب 3 میلیون تومان برمیداره، میگه شما چون حجاب و گزارش اومده از فلان مسجد محله، از فلان جا یا از آخوندک. من یک انتقادی کردم به این دوستان، چی بگم، دوستان ایران انترنشنال، هی میگه روحانی. آقا چه روحانی؟ یه طلبه، یه آخوند فاسد. کلمه روحانی رو هم به هر حال، هرچند خود اونها هم روحانیون هم فاسدند، ولی یه طلبه، یه آخوند فاسد، بگید یه آخوند تجاوزگر، مادری داره شیر میده، میره عکس میگیره از پستان مادر یا از اینکه روسریش افتاده، آخو بزن شیر بده به این بچهش، آخو فلان فلان شده. آخو چطور میری؟ با چه اجازه میری؟ از یک مادری حریم خصوصی یه گوشه دیوار نشسته، یه گوشه دیوار داره کودکش رو، نوزادش رو داره ارتزاق میکنه. آخو تو شما آخو کفتاری، چون حیوان هم نیستن آقای بیوان اینا. بعد تازه یک عده دیگر میان میگن هم این مقصر هم اون. یعنی چی که هم این مقصر هم اون؟ خب ما میبینیم مردم ایران جواب این جنایتکار رو، جواب این فاسد رو چطور دارن میدن. به هر حال ببینید، صف رو بذارید تمام کنیم. مردم ایران توی صفند، وضعیت مردم هر روز داره بدتر میشه. آقای بهبانی گزارش بود که 10 ساعت یک صف، متعدد صفها 10 ساعت طول کشیده برای یک چیزی. 10 ساعت، یعنی ببینید میلیون ها ساعت، صدها میلیون ساعت از وقت روزانه مردم ایرانی که میتونستن تولید بکنند سرپا باید وایستند توی سرما و گرما برای اینکه یک چیز، یه لقمه نانی، یه روغنی، یا به فرض یه حواله برای فلان چیز و بسار چیز بگیرند. آخه کجا آدم با ملت خودش این کارو میکنه؟ این همه نیرو انرژی، خب این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد صفی شده دیگه. مردم رو شما آمی پرور بکنی، به گدایی کشندی مردم رو، به استیصال، به افلاس کشندی،
به جای اینکه مردمی صبح بلندشن برن کار بکنن، به زندگیشون برسن، ارزش تولید بکنن، ارزش اضافی تولید بکنن، زندگی رو سازمان بدن، تولید بکنند، به مردم میگن که شما برید برای 2 کیلو مثلا به فرض روغن، 1 لیتر روغن، 2 کیلو پنیر، 1 کیلو نیم کیلو گوشت صف بیستید، گوشت 100 از فلانجا اومده. خب وقتی که این میلیون ها ساعت وقت آدمی صرف صف بشه، میگن آه تمام اقتصاد شده صف. فعلا به این بسنده کنیم قربان، بریم جلو. آقا واقعا اینا دیگه گذروندن، یعنی دست به راستسه ای کرده تو جیب مردم، هیچ ابایی هم نداره. یعنی میره حساب یه رو ور میداره، وقتی بگی که چرا ورداشتی، آها خوش شد اینو گفتین، بذاری من یه توضیح به دوستان اینجا بدم. بعد اینو اول میگفتم باز فراموش کردم. متاسفانه این داستان کلاهبرداری های اینترنتی یا جرایم سازمان یافته بهش میگن، Organized Crime، خیلی زیاده. سال گذشته بالای 400 میلیارد دلار اینجا از این نوع کلاهبرداری صورت گرفت. البته دولت به خاطر اینکه وحشت در جامعه ایجاد نشه فقط 130 درصدش 130 میلیاردش رو اعلام کرد از 400 خورده ای. متاسفانه یک کسی اومده، یعنی یک کسی که نه، همون یه جریانی، یه نفر، کاری یه نفر نمیتونه باشه، اومده تو حساب پیپل ما، یه دونه بانکی، یه حساب بانکی دیگر رو اضافه کرده به پیپل و گفته که به جای اینکه بانک و امریکایی که حساب میهن تیویه، نه لطفا این حساب رو هم اضافه کنی، یه بانکی به نام گرین نمیدونم چی بانک به این اضافه کرد. بعد اومده رفته اولا 6000 دلار وام از حساب ما گرفته به نام ما و اونو هاپولی کرده رفته، که ما هم که اصلا بی خبر از ماجرا. بعد متوجه شدیم که از حساب بانک ما هی پیپل پول برمیداره، به چون که این دونیشن هایی که شما لطف میکنید پرداخت میکنید به حساب ما واریز بشه، هی 1000 دلار، 900 دلار، 800 دلار حساب ما کم میشه. تماس گرفتیم با پیپل، الان 3 هفته است دنبال. متوجه شدم که بعضی از دوستان حساب ما پیپل به خاطر این جریانات و اعتراضات بسته بود. یکی دوتا از دوستان برای من ایمیل زدن که ما خواستیم به شما کمک کنیم ولی پیپل حساب شما رو بسته، که البته از دیروز این جریان حل شد، حساب باز شد. اگر تمایل داشتید میتونید از پیپل مرحمتی خودتون رو ارسال کنید، ولی یه آبروریزیه، برای اینکه یه آدمای شارلاتانی تو این دوران وجود داشتن و کریدیت کارت‌های مردم رو بی خودی چارج کردن، فلان کردن، حساباشون رو مرتب بستن و ممکنه که این سوء تفاهم برای دوستان ایجاد بشه که نکنه مثلا ما از این کارهای زشت کردیم. خواستم توضیح بدم که نه، فقط یه بچه زیادی رو از حساب ما خارج کردن و پول ستلایت و اینها رو که ما بایستی که پرداخت کنیم اونا رو اومدن ورداشتن و خیلی برای من الان 3 هفته است که گرفتار این ماجرا هستم. خواستم که این قسمت رو توضیح بدم برای شما. اما بریم سراغ یک مطلب دیگری. خب شب عیده و همیشه نزدیک عید که میشه قیمت ارز و طلا و اینا قدری کمی بالا میره و بعد دوباره برمیگرده سر جاش، ولی امسال میسن که این اصلا یک جریان دیگری است. میخواستم یه قدری راجع به این بازار ارز و طلا برامون توضیح بدید. بله، شما شنوندگان ارجمند حتما خبر دارن که صحبت این روزها این بوده که اینا قول داده بودن 500 دلار ارز، 500 دلار برای گردشگری ها، برای سفرهای خارجی، کسانی که بلیط خریدند و میخوان خروج، پرواز میخواد صورت بگیره، در اون شعبه های
به هر حال پرواز، محل پرواز میتونستم برن این 500 تومنشون رو 500 دلارشون رو بگیرن، که بعد تصمیم شد که 500 دلار رو 500 دلار دیگر هم اضافه بکنند به مردمی که پرواز میکنن در اون روز برن اونجا. طبق گزارشی که خودشون دادن میگن 350 هزار نفر، ولی این هم دروغه، رقم خیلی خیلی از این کمتره، شاید حتی یک دهم این بشه. ولی به هر حال این روزها هم مردمی هم که محتاج بودن، شرایطی داشتن، یا اینکه به هر حال به دلیلی تو این بازار وضعیت اینطوری، افرادی هم اسم نوشتن رفتن بلیتشون رو، ارزانترین بلیت رو خریدن برای یه پرواز، بعد اونجا رفتن اون سهم. این روزها توی محل پرواز توی شهرهای گوناگون، تهران و شهرهای دیگر بزرگ و اینا، صفهای زیادی بود آقای بهبانی، که مردم برای گرفتن ارزهایشون رجوع کرده بودن و ساعتها توی صف بودند و اینا، که اینا اومدن گفتن خب اونایی که بلیتاشون رو پس دادن رو ما مجازات میکنیم و از حسابشون کم خواهیم کرد و این پول رو ازشون پس میگیریم. به هر حال به گوش رئیسی هم گویا رسیده که اونها هم دارن تصمیم هایی میگیرن که این جریان رو به گونه ای بازگشت پذیر بکنن. الان هم بحث افتاده که اصلا این جریان ارزها رو به هر حال یا کمش کنن یا دیگه ندن دو اینا، یعنی پشیمان شدن از این کار. البته هنوز ماجرا قطعی نیست. سوال دیگرم اینه که خب ادهی اومدن گفتن که در این وضعیتی که اینها ارز ندارن که واردات رو از گمرک ها بیارند و یا اینکه ارز رو به قیمتی به کسانی که واردات رو واردات کار میکنن در این قسمت فعالند، تاجرایی که اینجور کار رو میکنن، اینا بخشی از اون هزینه وارد کردن اجناس خودشون رو از اتاق و از امکانات به هر حال سامانی نیما میگیرند، بخشی دیگرش رو باید سیات رو میگیر تامین میکردن ارزششون رو، یعنی به فرض نصفش رو دو سومش رو باید میتونستند با 28500 تومانی میگرفتند. الان ماشاءالله هم این همه قیمت های ارز داریم، ارز دولتی و صرافی هم که غیر از اون نیماییش که 42000 تومان 43000 تومان بوده، ارز سیاه هم که رسیده بود به 60000 61000 تومان. سه چهار جور باید این ارزا رو میگرفتند تا یک جنسی رو وارد میکردن، اینا رو ترکیب میکردن این ارزا رو. خب وقتی که الان در مورد واردات مشکل دارن برای وارد کردن پرداخت اونها که در انبارها گیر کرده، ایده ای اومدن میگن چرا برای گردشگری دولت داره ارز پاشی میکنه. خب اینم یک انتقاد بی جاییه. به هر حال مردمی بیمار دارن، مسافر دارن، فرزند دارن در خارج، آخه نمیشه که توی کشور، این کشور به هر حال دیگه دوران کمونیسم هم یک سفری بوده، یک حدی از جامعه را که نمیشه که باز سفر خارجی نکنید. یکی بیمار داره، یکی اصلا یک مسئله داره که باید پرواز بکنه، جامعه آزاده، باید امکان این رو داشته باشن یه سفری به هر حال اگه میخواد بره. درسته که بسیاری از مردم گرسنه‌اند، ولی خب کسانی هم هستن که میخوان یه سال در سال یک بار، دو سال یک بار پروازی کنن. به هر حال اومدن میگن که چرا در این وضعیت اقتصادی که ما میتونیم این پولا رو در ایران گردشگری کنیم، چرا باید بریم در ترکیه و جاهای دیگر خرج بکنیم؟ خب از این انتقادها هم وجود داره و اینا. ولی به هر حال آقای مهوانی، ارز چنانچه پس از انتخابات، روز بعد از انتخابات ارز به 61000 تومان رسید، ارز الان در شبهای قبل از نوروزه، باز هم اون آل اسحاق از اتاق ایران و عراق اومده و دروغ گفت، افراد وابسته به همین فرزین میان دروغ میگند، سکه ضرب کردند، سکه رو رب آزادی و نیم آزادی رو نیم سکه رو آقای مهوانی با قیمت 2-3 میلیون تومان دولت بانک مرکزی بالاتر از قیمت فروخت. به اصطلاح میگن با 2-3 میلیون تومان حباب یک سکه به فرض نیم سکه رو که یه تمام سکه 37 میلیون تومان بود، یه نیم سکه رو که 16-17 میلیون تومان بودند یا ربع سکه رو
اینها با 2 میلیون 3 میلیون گرانتر فروختند، در حالی که فرزین قول داده بود که با حراج سکه های جدید کاری خواهد کرد که به شکل لنگر دلار رو و توازن دلار رو به هم خواهد زد و دلار رو ارزان خواهد کرد. از این ادعاها بانک مرکزی و فرزین رئیس بانک مرکزی زیاد کرده بود، ولی شما میبینید با تمام نیرویی که گذاشتند باز هم دلار روی همون قیمت علی 1000 تومان کمتر 1000 تومان بیشتر داره نوسان میکنه. اما ما گفتیم اینها با تمام قوای خودشون، با حراج سکه، با بازی هایی که در سپرده بانکی کردند، سود سپرده رو 30% کردند، یعنی به روا و نزول بالا رسوند، با اشکال گوناگونی که اینها تا الان اقدام هایی که کردند، این سکه رو، پول بهای دلار رو اینها سعی کردند تا پایان این روزها هم همون به هر حال 2-3 بار هم سعی کردن به 55 54 هزار تومان رسوندن، باز پرید بالای 60 61 60، بالاتر از 61 رکورد تاریخی خودش رو در 2 هفته پیش زد. ولی من بارها گفتم این کوشش ها معنا نداره، بی معناست، این کوشش ها امکان نداره، اینا دروغ میگن. و به هر حال دلار همچنان که ما دیدیم در یک جاهای دلار رو به قیمت طلا رو به قیمت دلار 83 هزار تومانی فروختند در هفته های پیش، یعنی در واقع طلا رو گونه ای فروختن که هم معادل دلار 83 هزار تومانی بود و خودشون اومدن اینا اعلام کردن. در هر صورت قیمت دلار در به طور واقعی در بازار امروز با توجه به ارزش واقعی پول ملی یعنی تومان، الان امروز قیمت دلار در سراسر پارسال که تورم بالای 45% بود، اینها یک سال 45% باید تورم روی قیمت دلار می اومد، یعنی دلار 60 هزار تومانی 55 هزار تومانی پارسال باید 45%ش حداقل روی اون قیمتش بیاد. دلار مدت هاست بالای 80 هزار تومنه به طور واقعی و این خودش رو یه روزی نشان خواهد داد، یه روزی در بهار یا در ماهای دیگر. اینا جلوی این شوک ارزی رو شرمندگان ارجمند نمیتونن بگیرن. اگرم کسایی اومدن باز دارن دروغ میگن، دیگه حداقل این یه دروغ رو باور نکنید که دلار قیمتش نمیدونم 55 50 تومنه، این دروغ رو باور نکنید. دلار واقعی بالای 80 هزار و 90 هزار و 100 هزار تومانه به طور واقعی. من تو موضوع رو واقعا نفهمیدم. یکی این که مطلبی که دنیای اقتصاد منتشر کرده، بازم از همین کانال تلگرامی تالار اقتصادی البرز، واقعا دستتون درد نکنه آقا، خیلی کار رو آسون کردید. آدم با یه نگاه کوتاه خیلی مطلب به دستش میاد. می نویسد که امیر تقی‌خان تجریشی، یاد دوره قاجار میفتیم، امیر تقی‌خان تجریشی عضو هیئت مدیره گروه مالی فیروزه در کنگره علمی بررسی علل آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران که روز شنبه برگزار شد، در خصوص اثر تورم و سیاست های ضد تورمی بر بازار سرمایه سایه. خلاصه این مطلب اینه که میگه که آقا این نرخ سود رو بهره بانک رو زیاد کردی، بنابراین مردم پولشون رو نمیارن اینجا، میبرن جای دیگه و سرمایه گذاری عوض شد. اما از طرف دیگه شرق، شبکه شرق می نویسد که معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران 6 بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سپرده های بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داد. بعد وقتی خبر رو میخونی میگه که اولا اسمی از اون 6 بانک هیچ وقت نمیاره، اون که ما نامحرمیم بدونیم که کیان اون 6 بانک. دوما راجع به این که این نرخ چی بوده،
اصل مصوبه چی میگه و این بانک‌ها چه تخلفی کردن؟ آیا پول بیشتری دادن به مشتری‌ها یا اینکه نه نرخی که دولت تصویب کرده یا همین شورای پول و اعتبار تصویب کرده اینا از اون کمتر دادن؟ این بعد از یه طرف دیگه بذار من این سه تا رو با هم دیگه بگم و شما در حقیقت جمع‌بندی کنید و تعریف خودتون رو به ما ارائه بفرمایید. از یه طرف دیگه از اعتراض کارمندان بانک، یعنی این که اجازه بده که اصلا بریم سراغ خود ماجرا، اقتصاد کوپونی و صفهای بلند مردم، صفهای بلند مردم در سراسر کشور و 61 میلیون مردم ایران زیر پوشش نظام کالابرگ. این نبود موضوع ما، اون موضوع بعدی است که مسئله بانک ها بوده. آره موضوع سر بانک هاست، اشتباه. اعتصاب کارکنان بانک های کشور و میگه که برخی گزارش ها روز دوشنبه دیروز 21 اسفند حاکی از اعتصاب چندی ساعته کارکنان بعضی شعب بانک ها در اعتراض به وضع معیشتی این قشره، که خود کارمندای بانک هم اومدن اعتصاب کردن که آقا ما وضع زندگیمون نمیگذره با این رفتاری که شما داری. حالا چیه؟ یعنی اون آقای هاشتهی خان تجریشی گفتش که نمیدونم نرخو بردن، نرخ سودو بردن بالا، بهره رو بردن بالا، مردم نمیان این پولشون رو بذارن تو استاک مارکت، میرن میذارن تو بانکو که بهره بگیرن. اون طرف اون یکی میگه که اصلا 6 تا بانکن که رعایت نکردن حسابای سپرده رو و اینا پول بهره ها رو به مردم دقیق پرداخت نکردن. و سرآخرم میرسیم که خود کارمندای بانک هم از گرسنگی به فریاد در آمدن. چه اتفاقی میفته؟ اینا چی؟ اینا ماحصلش چه خبری به ما میده؟ بفرم. اتفاقا در این روزهایی که گذشت جناب آقای بهبهانی با یکی از مدیران همین اتاق ما، تالار اقتصادی ما، با آقای فرشید یاسایی که از دوستان بسیار خوبه که سالیان طولانی مسائل مربوط به اقتصاد و مسائل جامعه شناسی رو دنبال میکرد، صحبت میکردیم. بحثی هم داشتیم در این مورد که دوستان دیگری هم از داخل کشور مدام برای ما می نویسند، اوضاع رو واقعا به ما گزارش میدند و خیلی هم با دقت کوشش میکنند که ما را هم مورد به هر حال مهر و مهربانی و توجه خودشون قرار میدند و گاهی اوقات گزارش های ما را از ما میپرسند و بعضن هم نکات بسیار خوبی رو ما میگن. این سوال رو داشتند. من اتفاقا میگم هم با دوستانی که در اینجا داریم هم در داخل با ما صحبت میکردن این پرسش رو داشتم. ببینید سه هفته پیش آقای بهبهانی یک خبری در شبکه های گوناگون در نشریات اقتصادی اومد که بانک ها توان پرداخت 30% سود سپرده ها رو ندارن، بانک ها جیبشون خالی است. یک گزارش از اینها میگفت بانک ها 175 هزار میلیارد تومان کاهش نقدینگی دارند، یکی از این گزارش ها بوده و اینها را از بانک مرکزی خواستند. اما چون در سراسر پارسال سیاست و استراتژی بانک مرکزی و همتی این رو بارها نقد کرد، حتی رئیس اسبق بانک مرکزی مواد نقد کرد، گوه آقا شما نمیتونید به بهای خالی کردن جیب بانک های دیگر شما نمیتونید کاهش نقدینگی ملی رو در سطح کشور رو شما با اون ایجاد بکنید، شما بانک ها رو لخت کردید. در دور قبل که کاهش نقدینگی داشتند، کاهش پرداخت ها داشتند، دستمزد ها رو، مشکلات رو، تراز بودجه رو، این هاست، این ماشین پول رو به حرکت می آوردند و بعد می گفتن که ضریب افزایش نقدینگی سالانه به 39% و 40% و 41% در زمان روحانی رسیده. رئیسی که اومده بود قول داده بود که اینو کاهش بده،
رئیسی ادعا میکرد که من اینا به 25% رسوندم. همتی بهش میگفت که آقا ببین، شما به طور واقعی ارزش تولید نکردید، شما نه سرمایه گذاری کافی کردید و نه امکان تأمین این تراز کسری، تراز بودجه رو شما ندارید، شما فقط بانک ها رو غارت کردید، یعنی جیب این 21 بانک رو شما خالی کردید. حالا بانک ملی، صادرات، آیندگان، بانک سامان، بانک نمیدونم کشاورزی، بانک تجارت، بانک های گوناگون رو شما جیب اینها رو خالی کردید و بعد به در واقع رابطه بانک مرکزی و بانک ها جوری شده که در این گردش پول و نقدینگی میتونه سپرده هایی رو که از بانک های مختلف گرفتن پیش بانک مرکزی، اون سپرده ها رو گرفتن و نیازهای بانک ها رو بهشون ندادن و بانک ها چون به طور مرتب کسری داشتن، کسری تراز بانک ها یکی از ستا کسری بزرگ کشوره، یکی از ستا ابر چالش بزرگ، کسری تراز بودجه، کسری تراز بانک ها و کسری تراز تجاری. این ستا کسری یکی از بزرگترین کسری ها که تراز ناترازی چیز هست بانک هاست، چون بانک ها در واقع علت العلل کسری تراز بودجه بانک ها هستند که بانک وام داد، تسهیلات داد ولی نتونست، باز پرداخت ها وجود نداشته، بعد نیاز داشته به بانک مرکزی، بانک مرکزی باید تأمین میکرده نیاز بانک ها رو و زیان هم باشته بانک ها رو. امسال این کار رو نتونست بکنه و بانک نمیتونه از کجا بیاره 30% برای سپرده بده. بعد وقتی که باقی آورد، وقتی که سپرده ای رو که مردم آوردن پیشش گذاشتند، این سپرده رو این خواست تسهیلات بده، خواست وام بده، خب خودش حق عمل کاری داره، باید با 35% با 40% وام بده آقای بهبانی، یعنی نزولش میشه 40% 38%. آخه کدوم، به هر حال تاجری امروز میتونه با برای وامی که میگیره چی باید تولید بکنه که 38% 40% بره وام رو باز پرداخت بکنه، بهره بده. این بانک مرکزی که بهش میگه تو سپرده مردم رو با 30% بهشون سود بده، به کدوم جیب؟ خب همین جور میشه که این کارمندای بیچاره بانک ها امروز میبینند به خود این کارمند ها بدن، حقوق خود اینا به اینا پرداخت نمیشه، چون اینا کارمندای کشوری به حساب بیان دیگه، خود اینها بدن حقوقشون زیر حداقل سبد معاش جامعه است، یعنی نمیتونه سود سپرده رو بده. گزارش قبلی این بود که بانک ها اعتراض کردن به فرزین و گفتن آقا این مصوبه تو قابلیت اجرا نداره، ضمانت اجرایی نداره، چون ما جیب ما همین الان هم خالی است. بنابراین آقای بهبانی، من واقعا به این توجه شما دست مریزاد میگم که این سوال رو کردید شما، چون این سوال مطرح بود و اساس بیشتر اینه که ندارند بدند، نه اینکه بعضا یک جایی تخلف کردن بیشتر دادن. قبلا اینطور بود، وقتی که در سالهای پیش میگفتن 15% بیشتر اجازه ندارید و سود بدید برای سپرده های مردم، بعضی از بانک ها تا 22% یا 23% بهره میدادند. اون موقع بانک مرکزی به اینا میگفت آقا با مسئولیت خودتون دارید میدید. اونا میگفتن که ما یک به هر حال پروژه های خوبی داریم، سوداوری داریم، بگذاریم که از اون بخش زیادش دروغ بود، خود اونها باعث شد که این ورشکستگی های بانک ها ایجاد شد. ولی بعضی از بانک ها پیش مشتریان خودشون به این ترتیب شرایط ایجاد میکردن که با 22% 23% وام میدادن، ولی امروز ماجرا برعکس شده، ندارن بدن. خیلی فاجعه است، یعنی هر چیزی نگاه میکنی میبینی که حساب کار از دستشون در رفته.
و نمیدونم این مجلس جدیدم که انتخاب کرده و نمیدونم در حقیقت هرچی لشلوش توی حوزه بوده که در حقیقت قشری ترین عقب افتاده ترین بخش اون حجتیه و نمیدونم خدا لعنت کنه اون شیخ حلبی رو که یک آدمی بودش که توی جریان سالهای 30 و ماجرای ملی شدن نفت و اینا کنار مصدق و اینا رفت خودشو قرار داد. بعد وقتی که اوضاع تغییر کرد و اینها چرخید رفت تو داردسته کاشانی، بعد دوباره از اونجا چرخید اومد آخر سر متواری شد، بعد نمیدونم چه زد و بندی کرد و برگشت و همین انجمن اسلامی رو درست کرد، انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی اسمش رو گذاشته بود، یعنی انجمن تبلیغات اسلامی که ریشه قدیمی تر داشت و برمیگشت به سالهای بیش از 1320. این در سالهای 1330 با اضافه کردن یک کلمه تتبعات شد انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی و بعد داستان حجتیه و این اتفاقاتی که بعدش همه دیدیم و شنیدیم و تا 57 و این حرفا. ولی نمیدونم وضع مملکت به کدام سمت خواهد رفت. این داستان کوپونی و اینکه در حقیقت حتی این کوپون رو هم یه جورایی مثل این که نسیه کردن، شارژ یارانه فجرانه، این چیه ماجراش آقای سلیمی؟ این داستان کوپون، کوپون بازی، اقتصاد کوپونی، این چیه؟ اینا چرا به اینجا دارن میرن؟ واقعا جای خنده ای از روی خنده مرگزا آقای بهبهان. واقعا ببینید میگه دهه فجر، دهه فجر، بعد اومدن میگن کالابرگ فجرانه. آخه اقتصاد با دهه فجر، با ایدی مثلا 200,000 تومانی، میگن 100,000 تومان به شما ایدی میدیم، یعنی شما ببینید یک 100,000 تومان یک دلار شده بود 60,000 تومان، یعنی یک دلار رو الان ببخشی کلامتو قطع میکنم، یه ویدیویی پخش شدم همین الان که مقایسه کرده بود ریال ایران با ریال عمان، حتی شوخی بود، بعد میگفت با 50,000 ریال عمان میتونی مثلا یه ماشین BMW بخری، با 50,000 ریال ایران یه پفک نمکی هم نمیتونی بخری. یعنی وحشتناک شرایطی که برای اینا، این بلایی که به سر اقتصاد ایران آوردن. بفرمایید. بله، ما در آخرین ردیف ها قرار داریم. بارها گفتیم که اگر الان 15-0 از جلوی ریال ما بردارند، از اعداد صفرها بردارند، ما باز هم اینو نمیتونن به این راحتی امروز ثبات رو به اقتصاد ایران، به پول ملی برگردوندن امکان پذیر نیست، چون پایه های اقتصادی ما دچار بحران شده. ببینید اینا، اجازه بدید یه بار دیگر به این نمای کلیه، چون از نمای کلی اگر ما توضیح بدیم سریع به چیز میرسیم. آقای بهبهانی، در جامعه ما سرمایه های سرمایه استهلاک پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی ببینید سرمایه مل دولت که بخش بزرگی از اقتصاد رو داشته دیگه نمیتونه، سرمایه نداره و نمیخواد. دولتی ها فاسد بودند، پولاشون رو خارج کردند، یا برای جنگ ها دادند یا برای این ور اونور، به هر حال همه این دلارهای نفتی رو لتوپارش کردند. سرمایه دولتی برای استخراج، برای اینکه چاهای نفت رو، گاز رو تامین بکنه، اکتشافات رو،
و بعد بتونه در واقع تولید زایی داشته باشه، سرمایه در دولتی و اون ابعاد ملی هی استهلاک 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 وجود نداره. سرمایه بخش خصوصی را هم که یک جوری زدنش، بخش خصوصی سالم رو یک جور دیگری تو این سالها از بین بردن. سند استراتژیک پنجم صنعت در ایران تنظیم شد. این سند رو بدون اینکه یک بار دیگر، بدون اینکه چهار تا آدم از اتاق، چهار تا آدم اقتصاددان، چهار تا آدم با سواد با دانش، هیچ کس در اونجا ننشسته، یک چیز هچل هفتی رو تنظیم کردند در پشت پرده و تازه گزارشی هم که میدن به خود کمیسیون های مجلس که مثلا به فرض در دور قبل دو سه تا آدمی شاید یه چیزی میفهمیدن، به اونها هم ندادند. یعنی دولت، یک باندی از دولت که با مخبر و اینها در ارتباطه، این سند استراتژی رو تنظیم کرده، سنتی پنجم رو. بخش خصوصی هم سرمایه نداره که بذاره. این دو. سرمایه خارجی هم که نمیاد تو ایران. کدوم سرمایه خارجی میاد؟ حتی چینش حاضر نیست. چین غرب فروخته به اینها، پول نفت ما رو به اینا نداده کامل، تا چه رسد بیاد 200-300-400 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. پس سرمایه دولتی و به قول معروف دولتی ها، سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی در ایران دچار استهلاک شده. معنایش اینه که ما دیگه نمیتونیم مثل ترکیه، مثل امارات، مثل عربستان سرمایه جلب کنیم از ناحیه های گوناگون و در ایران سرمایه گذاری میکنیم. بیمایه فطیر آقای بهبانی، شما از قدیم ما این مسئله رو داشتیم. ما از کجا اگه شما سرمایه گذاری نتونی بکنی، مگه خلق ساعه چیزی به وجود میاد؟ مگه همه جا پاشیده است؟ وقتی که میگیم اقتصاد فرو پاشیده است، یعنی ضریب استهلاک سرمایه در کشور هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده. ضریب نااطمینانی، ریسک در اقتصاد ایران به دلایل گوناگون، تحریم ها، مشکلات دیگر، فشار دولتی ها به بخش خصوصی، مبارزه دولتی ها، دولت ایران با سرمایه های خارجی، یک سرمایه دار رو میگرفته میگفته این فاسده یا یهودیه یا فلانه، یا میرفته یه سرمایه دار رو توی اونجا راکت زده توی اقلیم کردستان کشته اونو. خب این کشور نمیخواد. به این ترتیب ضریب نااطمینانی و ریسک هم بالاست. بنابراین اقتصاد از بالا دچار مشکل بزرگ شده. شما ببینید 0.5% هم از کل تولید ناخالص داخلی دنیا به ما تعلق نمیگیره. 0.5% حتی. 0.5%. در حالی که 27% رو حدوداً 25-27% رو آمریکا داره، حدود 14-15% رو چین داره، 4% از کل اقتصاد و تولیدات جهانی، تولید اقتصادی رو ژاپن داره، 4% رو آلمان داره، ولی ما 0.5% هم نداریم. این وضعیت اقتصاد ایرانه. خب از همینجا شروع کن، شما ببینید چه به روزگار ما اومده. مردم، دستای مردم خالی است و جامعه ما با یک بحران تولید، توزیع، مشکلات خدمات و و و روبروست. ما در وضعیت، وقتی که میگیم در وضعیت فروپاشیدگی هستیم، وقتی که میگیم که پول ملی ما دچار بحران بزرگ شده و هر روز شما الان میگید که پول عمان، ریال عمان اینه، ریال ما اونطوره، ما دیگه چیزی از ارزش پول برای ما نمونده. آقای بهبانی، اینجاست که ما در واقع کم آوردیم و اینها هیچ قدرتی ندارن، هیچ برنامه‌ای ندارن. مجلس اینها تا بیاد اعتبارنامه های اونها تصویب بشه، تا بیاد وارد درگیری بشه، تا درگیری خبرگان در مورد ولی فقیه سوم، اینها مرگ ولی فقیه سوم از قبل از اینکه به دنیا بیاد مرده در شکم سید علی، در شکم خبرگان،
ولی فقیه سوم مرده به دنیا بیاد آقای بهبهانی. چرا؟ چون اقتصاد مرده، چون جامعه امروز نه فقط دیگه اقتصاد، جامعه در معرض فروپاشی کامل قرار گرفته. ما این پیشلرزه ها رو داریم مشاهده می کنیم. این هنوز پیشلرزه است، هنوز اینا باز دارند که صفی تشکیل بدند. ما داریم وارد روزهایی میشیم که برنج و آرد و نون و اینها هم در ایران نتونه برسه. 200,000 میلیارد تومان یارانه نان دارن میدند، از کجا بیارن؟ حدود 800,000 میلیارد تومان میخوان کل یارانه ها. 10 سال پیش کل یارانه ها 50,000 تومان بود، تازه دست دولت پر بود. یا عالم دلار نفتی داشت، امروز دلار نفتی نیست، مردم مالیات ندارن بدن. ولی باید حدود 800,000 میلیارد تومان از کجا بگیرن؟ از مالیات؟ کدوم مالیات؟ از نفت؟ کدوم نفت؟ چطور میخوان بدن اینا؟ اینا فقط دارن به مردم دروغ میگن. یارو جواد و اوجی وزیر نفت میاد میگه ما با 250، پس پرسش رو مطرح بفرمایید، من منتظرم. نه همین، نه ادامه بدین شما. همین داستان آرزوهای اوجی که این وزیر نفته، صحبت از نمیدونم 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری نمیدونم روسیه در نفت و گاز ایران خبر داد و نمیدونم این دروغایی که میگه روسا اومدن اینا، روسا خودشون لنگن، چجوری اومدن تو ایران سرمایه گذاری 10 میلیاردی کردن؟ روسا حاضر نیستن ایران نفت و گاز بفروشه، برای اینکه یه رقیب کمتر زندگی بهتر، اون خودش میتونه جایگزین کنه ایران رو. بنابراین این دروغایی که گفته، بفهمین شما توضیحتون رو بدین دیگه. بله، روسیه وعده 25 میلیارد دلار رو داده بود آقای بهبهانی، همچین دلاری نه موجوده. مثل اون دروغ بزرگ 480 میلیارد دلاری چینه که یک عده تبشون گرفته بود که آقا اینا دارن میرن به طرف شرق و چین، دیگه الان همه چی درست شده، امکان این که اینا، نه این خبرا نیست. روسیه به اینا قول داده بود توی یه قراردادهایی باشون نشست، میخواست اینا رو وارد جنگ بکنه. پوتین یک قرآن کپی شده، قرآن اوریژینال نبود، اصل نبود، بعدا رفتن دیدن قرآن رو کپی کرده بود به علی خامنه ای داد. حتی یک قرآن اوریژینال هم به اینا ندادن، دادن به یه چاپخونه ای براشون کپی زد به اینا داد. اونها کجا میان 25 میلیارد دلار به اینا میدن؟ ما برای سواپ گاز و نفت که در بالا بگیریم در پایین بعدا بتونیم در جنوب در بندرهای جنوبی بتونیم به فرض بدیم که این خرج لوجستیک و حمل و نقل رو ندیم، ما گاز باید از ترکمنستان و برق از فلانجا گرون بخریم، بعد باید به پاکستان و در یک دورانی به عراق گرونتر بفروختیم، چیز ارزونتر بفروختیم، چون وعده داده بودیم به قیمت 10 سال پیش بفروشیم، نتونسته بودیم گرانتر بکنیم. اینقدر اینا مشغول جنگ های مختلف هستن که پول برای اینا اوورد جیب مردم بود. وعده هایی که از قبل چون مشتری های زیادی هم نداشتن به هر ترتیبی به رایگان به سمن بخص میدادند. همه چیز رو در واقع مثل کسی که مثل اون شعری که هست مولانا میگه، فرد برغال چیزی در خانه خوابیده بود و اون شعری که میگه به همسرش با یکی دیگه خودش رفته بود بالای درخت تا شعر میگفت. اینها در واقع در فکر اوهامات و در وضعیت روانگردهای علی خامنه ای، اینا به فکر ناموس و جیب و وضعیت مردم ایران نیستن که اینا باخت دادن برن جنگ بکنن، اسرائیل رو نابود بکنن، نمیدونم یه روز عاشق حماسن، یه روز فلانن، یه روز اصحاب و کتایب و عراق بودند، تمام همه چیز رو توی اون عشقشون برای نابودی اسرائیل دادند. ما خرج گران واردات سواب گاز و نفت رو در شمال میدادیم، از این ور به رایگان به ارزانترین وجهی نفت ما رو میفروختیم.
یا اینکه اینقدر میدان دادیم به کشورهای دیگر که میدان قاضی آرش رو از ما گرفتن بردند، امارات، عربستان، قطر، دیگران صاحب شدند آقای مهربانی. مسئله سطح جزیره نیست، میدانهای قاضی ما رو چه عراق و چه کشورهای به هر حال همون اتحادیه خلیج فارس از ما به طرق مختلف سوء استفاده کردن بردند. امروز شرایط این یارو اوجی میاد بگه ما 250 میلیارد دلار تا 8 سال آینده سرمایه گذاری میکنیم. اصلا تو 8 روز دیگر، تو 8 ماه دیگر اصلا خودت میدونی که چه وضعی برای شرایط کشور داری فراهم میکنی. یه احمق کامل خاندوزی از اوجی احمقتر، اینها مخبر از هر دوتا فاسدتر و دروغگوتر. رئیس بانک مرکزی اون داوود منظور، رئیس سازمان برنامه بودجه، یک مغز فندقی کامل مثل خود فرزین. اصلا این تیم اینا در تختر آقای بهوانی واقعا به هم دیگه انداختن. داوود منظور، احسان خاندوزی، جواد اوجی، محمد رضا فرزین، این تیم این خود این کدن، خود رئیسی، واقعا اینها یا فاسد و دزدن یا کدن و خیال پردازن. یا به اینا گفتن آقا برید بشینید بگید دیگه، دروغ بگید مردم که حالا تا یک ماه دیگه دروغتون رو میشنون، از امروز تا فردا دروغ بگید. اصلا این در عرض 2 روز مردم توی شبکه های تلویزیونی، در عرض 2 روز یه بار توی هیئت خارجی نشست، بعد دوباره اومد توی داخل نشست، کاملا برعکس حرف زد. همین جواد اوجی براش اصلا مهم نیست، دروغشو میگیرن، بهش میگن آقا این حرفی که تو دیروز در اتحادیه در فلانجا در مصر زدی، در اجلاسی در فلانجا زدی، کاملا یه چیز دیگره تا اون چیزی که در ایران میگی. اما برای خودش میگه دیگه، مالیاتی نمیده که. بنابراین تمامی رویاهایی که اون میگه، این که سرمایه گذاری عرض کردم، نه دولت این قدرت مالی برای سرمایه گذاری داره، نه روسیه میاد دیگه خبری از فرانسه و کشورهای دیگر و اینا نیست. ما میزان تجارت ما رو 700 و خورده میلیون دلار گفتند، ارقام دیگه میگه که اینا از طرق گوناگون روسیه با ما حدود نزدیک 2,700,000,000، یعنی سه برابر بوده. هیچ کس ارقام واقعی رو هم نداره آقای مهربانی، ارقام ما ثبت شده نیست. به همین دلیل یکی میگه تراز تجاری قصه، بذار یه قصه برای تعریف کنم بعد بریم سراغ تحلیل سیاسی شما. من وقتی که از بعد از انقلاب سال 58، یعنی در حقیقت آخر مهر 58 برگشتم به ایران برای اینکه دنبال کار ویزای آمریکا بودم و اینها، که خوردیم به داستان سفارتگیری و مسیر زندگیمون تغییر کرد، خب برای اینکه بیکار نمونم رفتم به وزارت کشور، در حقیقت رفتم وزارت خارجه، اونا گفتن که شما باید بری وزارت کشور، ما اینجا نیازی نداریم، برو اونجا. ما رفتیم اونجا، ما رو گذاشتن تو این، اسمش چی بود، مال شرکت های تعاونی که بعد اصلا یه وزارتخونه درست کردن به نام همین تعاونی ها، که 5 نفر 6 نفر جمع شید و یه شرکت تعاونی درست کنید، دولت هم به شما امکانات میده و خیلی ها مثلا از این بابت زمینای فلان گرفتند و از این حرفا. وقتی که من رفتم به این مؤسسه به عنوان حسابرس، در حقیقت رفتم اونجا، خب گفتیم که حسابدار کیه، گفتن آقای سید عربی. این برادر اون سید عربی بود که وکیل بود از آبادان و خرمشهر و اینا، مملکتم وارد جنگ شده حالا و سال بکنم 59 و زمستون 59، پرسیدیم آقا اینجا چه میکنید و چجوریه و اینا، خب دفتر روزنامه، دفتر کل اینا کجاست؟
گو آقا ما این حرفا رو نداریم که. گفتم یعنی چی؟ شما چجوری پس رفتار میکنید کار حسابداری و اینا؟ بالاخره دوتا دفتر لازم داره دیگه، این بیسیک حسابداریه. گفت نه آقا، دولت یه پولی رو به ما داده در راه خدا و ما هم اینو در راه خدا خرج میکنیم فی سبیل الله. گفتم خب فردا اگه ازت پرسیدن که پولی که در راه خدا فی سبیل الله خرج کردی به کی دادی کجا؟ گفت اونا نمیپرسن، ما هم نمیگیم، ما هم مثلا اینا رو همه پاره کردیم، اینا مال دوره طاغوته. یعنی شما فکر کن. چرا؟ چون که اون خر بزرگ گفته بود اقتصاد مال خره، اینا اومده بودن تو ادارات و همه چیز رو پاره پوره کردن، گفتن اینا مال طاغوته و اینها. این اندیشه تو اینا وجود داشته، حالا گاهی کمرنگ میشه گاهی پررنگ میشه. امروز دوران دوباره پررنگیشه که شما میگی که وقتی ازش میپرسن هیچی نداره بگه. ببینید الان بزرگترین مشکل، یه چیزی دیدم که باز هم از همین کانال تلگرامی تالار اقتصادی ارباب، بازم دوستان رو دعوت میکنم در کانال تلگرام سری بزنید. و این همطوری که گفته میشه نوشته میشه، تالار اقتصادی البرز، فقط حروف اول تالار اقتصاد، اون حرف ای، حرف تی برای تالار، حرف ای برای اقتصاد و حرف بی، حرف علی ای برای البرز، این سه تا حروفشو باید بزرگ بنویسید. بقیهش همونطوری که گفته میشه تالار اقتصادی البرز رو همجوری بنویسید، فوراً توی کانال تلگرام سر برمیشه. دیدم یه مطلعی بود، لوکوموتیو پرسرعت تورم در دولت رئیسی، قیمت کالاهای اساسی تا 290% رشد داشته. بفرمایید با این مطلب وارد بحث سیاسی شما، تحلیل سیاسی هفته شما بشه. خرداد 1400 ابراهیم رئیسی با وعده های مسکن و با وعده کاهش نقدینگی و با وعده این که تورم رو یک رقمی بکنه و وضعیت خانوارها رو بهتر بکنه، با یک عالم ادعا و این که تحریم نمیتونه اقتصادی رو زمین بزنه و نمیشه سرنوشت کشور رو با تحریم گره زد، و ما یعنی خودش این مقصفندقی فاسد ادعا کرده بود که در بدون حتی حل مسئله تحریم، با دور زدن تحریم میتونه اوضاع اقتصادی و اون وعده و ایدها رو، و بعدم علی خامنه‌ای هم گفته بود که جمعیت 80 میلیونی رو بکنید 150 میلیون، که جمعیت، ساخت جمعیت، تعداد جمعیت، میخواستین سربازان رو آماده کنه برای اینکه 10 سال بعد به هر حال اسرائیل رو هم بزنه و کشور رو هم ببره به مدینه فاضله. این نمای اقتصاد آقای ابراهیم رئیسی فاسد بود. ابراهیم رئیسی فاسد در عرض این 2.5 سال تورم رو سالانه 45%، خب این وقتی که 45%، 50%، 70% میره و ادعا میکنه، خودشون رسمن میگن 40-45%، سال اول 45%، سال دوم به فرض روی اون 45% دوباره میاد. اینطور نیست که عددی اضافه نمیشه که مثلا 145 بشه بعدم باز 45 بشه بعد 45% 145% 145 میشه. به هر حال محاسبه کردن دیدن 290 تا 400 خورده ای آقای بهبانی، فقط 290 نیست. شما ببینید میگن خرج یک افطار الان اگر بخوان مثل 10 سال پیش یک افطار داشته باشن باید 900,000 تومان یک افطار یک شب رو اینها باید مثل 10 سال پیش، نه خیلی مجلل نه خیلی بالا، یه گوشت به هر حال یه نیم کیلو گوشت گوساله یا گوسفندی باشه، یک حداقلی برای خانواده 4 نفر توش باشه، حبوباتی سبزی فلانی یک چیزی به هر حال کنار اون
افطار بکنن 900 هزار تومان، 30 تا 900 هزار تومان میشه چی؟ میشه 27 میلیون تومان. آقای بهبانی اینا چقدر حقوق میدن؟ حقوق پایه 7 میلیون خورده ای. خب تورم امروز به اینجا رسیده، تازه اون 900 هزار تومان خرج مسکن، هزینه مسکن توش نیست، وضع مردم به فاجعه رسیده. ما با سال آینده یک سالی هست که درش قحطی، گرسنگی، کم آبی و وضعیت بسیار بسیار سخت، گرسنگی حاد در کشور پیش خواهد رفت. اخشاری از مردم واقعا به زندگی هاشون دچار یک تلاطم های بزرگ خواهد شد. ما باید واقعا تأسف باید خورد وضعیت این گزارش. ما که اوضاع رو با اعداد و ارقام، با سنجش هایی، با ابزارهای چشم در واقع تجربی و علمی داریم میبینیم. به هر حال من از حضور شنوندگان عذر میخوام. من برای میدونم که بسیاری از شنوندگان آگاهن به ابعاد این ماجرا، ولی با این همه ما چون این ارقام و آمار رو روزانه دنبال میکنیم، گاهی اوقات از داخل کشور از ما میپرسن، اونا واقعا نمیتونن، نمیخوان باور بکنن بعضی از رنج ها رو، چون روان انسانی اینطوره که بعضی از دردها رو، ابعاد درد رو نمیخواد قبول بکنه. ولی به هر حال ما گزارشی غیر از این نداریم. ما میتونیم به شما فقط این واقعیت رو بگیم، ما با یک قحطی بزرگ روبرو هستیم. حالا غیر از مسائل فرعیات دیگری، کاتاستروف های دیگری، فاجعه های دیگری که ممکنه پیش روی ما باشه، ما تنها یک راه داریم که در قسمت سیاسی به ایشان میپردازیم. در خدمت آقای دهمان. صدای شما رو ندارم عزیز. ممنون از شما. همون خواهش کردم که ادامه بدین، در ادامه وارد بحث سیاسی هفته گزارشتون رو بفهمید. ادامه بدین. بله، ما یک راه داریم. شما اشاره کردید آقای بهبانی به اون ملعون حلبی. خب اون تنها نبود که، ببینید اون یک موج فکری رو شروع کرد. او با اسمن به اسم بهایی ستیزی و با یک عناوین گوناگونی اومد. بعد ها وقتی که اومدن، من خودم یادمه در سالهای نوجوانی و جوانی ما در دهه پایان دهه 40 فردی به نام بهش میگفتن حاجی راسخی، این دو سه تا فرزند داشتی، یکیش همسن ما بود در مسجد قائمیه رشت. خب ما دوران دهه 40 نوجوانی کودکی، هر کدوم از ماها مسجد محل تفریح ما بود، دست رفتن و گاهن این ور اونور برحال شیطنت کردن و توی اونجا روزه رفتن و یا مراسم شب نمیدونم شام غریبان و غیر ذلك. خب همه اون نسل ما که 50-60 سال پیش دوران رو دیدن میدونن که سالهای بعد همین بوده. وقتی که ولی این فرد در اون دوره در مسجد قائمیه رشت، خب این اومده بود و جوان ها رو و نوجوان ها رو سعی میکرد که اونجا ببره. این در اون قسمت بود و حرفش هم این بوده که مبارزه ضد بهایی داره میکنه. وقتی که انقلاب اومد و چی شد، یکی از پسرای این توی یکی از مدارس تهران، مدرسه اندیشه، اونجا یا مدیر بود یا معاون مدیر بود، یا بچه ای بود که نه درس خونده بود نه تو مدرسه اصلا مخی داشت، نه هیچی، هیچی نداشت، فقط چون وابسته به این انجمن حجتیه بود و بعد مدتی هم در زندان رشت کار میکرد، یکی از افراد به هر حال همون مسئولین عقیدتی و فلان و بیسار و اینا توی زندان رشت بودن. فراموش نکنیم فردی به نام جواد مادرشاهی که دانشگاه صنعتی خونده بود، یه مدتی قبل از انقلاب هم گویا کوتاه زندان بود، همزمان که علی خامنه ای در واقع سید حجاریان اینا داشتن وزارت اطلاعات رو، اطلاعات دولت رو، وزارت اطلاعات رو داشتن سازمان میدادند، علی خامنه ای از همون آغاز جواد مادرشاهی رو گذاشته بود که او اطلاعات سپاه رو تشکیل بده، یعنی اطلاعات خود علی خامنه ای رو، اطلاعات بیت رو. او که یکی از افراد حجتیه بسیار کار کشته بود، یک سازمان اطلاعاتی مخوفی رو در تمامی این سالها 45 سال
برای علی خامنه ای. بعدها در مبارزه ای که بین سعید قاجاریان و جواد نادرشاهی که هنوز هم این چهره کاملا مخوف خاموش وجود داره، او یک حجتی بود که حتی در یک دورهایی اون جناح مربوط به اطلاعات وزارت اطلاعات اونها یعنی سعید حجاریان و دیگران سعی میکردن که این افرادی مثل جواد مادرشاهی که حجتیه بودن که بعدها با فرقه به قول الان میگن تمساهیه یا همون مصباحیه مصباحیون اینها این فرقه ها با هم دیگه گره خوردند و ابزارهای عقیدتی سازمانی امنیتیشون تشکیل شد و علی خامنه ای در این مبارزه ای که به تدریج کرد همواره سعی کرد که اطلاعات وزارت اطلاعات رو زیر کنترل خودش بگیره و اطلاعات او در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی خودش به کمک همین جواد مادرشاهی ها که بهش میگفتن مهندس جواد و این کسی بود که در زدن حزب توده و اون کوزیشکین علی خامنه ای این فرد رو فرستاده بود چه در سفارت پاکستان و چه در سفارت اون زمان حتی لندن رفته بود که تخلیه اطلاعاتی کرده بود کوزیشکین رو و بعد اومده بودند حزب توده و چپا رو زده بودند. از همون موقع که شما اشاره کردید به حلبی، خب حلبی از نظر رئیس فکری و اندیشه ای اینها بود ولی اینها به کمک افرادی مثل همین جواد مادرشاهی و جنایتکارانی که دست به حجتیه داشتن، حجتیه علارغم این که دو سه دور خمینی و اون جناح اینا رو کنار زد ولی اینا موندن. همین امروز هم در واقع این اطلاعاتی که در بیت رهبری و تمام این حراست ها رو و دمدستگاه بزرگ اطلاعات سپاه و کشور رو داره همین حجتیه ها هستن که سرشون در واقع به خود خامنه ای وصل آقای بهوان پوزش. خب در یک چنین شرایطی ما میدونیم آقای بهوانی که جامعه ایران علی خامنه ای با تمام این ابزارها، خب 45 سال 4.5 دهه حکومت کردند، امروز هم بعد از اون مجلس یک دست انقلابی قالیباف و این دولت ورشکسته ای که دولت ورشکسته، من مجلس رو یک بار دیگر در اینجا تشبیه می کنم به اگر در دور قبل گرگ ها و کفتار ها بودند الان فقط کفتار ها هند. کفتار ها اینها حتی لاشه علی خامنه ای رو و ولی فقیه سوم رو هم حتی ممکنه بجوند. فعلا ارتباطات سرنخا همه دست علی خامنه ای تا کی میمونه؟ آیا نبویان رسایی که میخواستن بریزن علی اکبر صالحی و دیگران رو بریزن و سر اینا بتون بکنن بعد از برجام، اینها که خودشونا رو میخواستن زیر بتون دفن بکنند، اینها که الان دارن قالیباف رو میزنند همراه با این دکتری رو که مجید سمیعیه که با همسر قالیباف و دیگران و دیگران اون زمین رو در کرج و اینها گرفته بودن که دستش به فساد آلوده شده، پزشکی که دستش به فساد آلوده شده که احتیاج نداشته ولی هر کی به اینها بر میخوره فاسد میشه. آقای بهبانی اون هم میهنانی که از خارج برای یکی دو تا چیز کوچک میرند، اون فردی که به نام اون خانومی که به نام اتحاد جمهوری خواهان یه بار میره کتاب چاپ میکنه میگه من یه بار رفتم، عمل قبحی که انجام دادی یه بار بکنی یه صد بار بکنی کردی یک بار. اون کسی که از اینجا میره اونجا تجارت کرده و یک چیز کوچکی میخوره و فکر میکنه که به هر حال باید سالم خواهد ماند و انگیزش در واقع سود بوده و غیر و غیر و غیر بوده، اینها باید بدونن وقتی که آلوده شدند دیگه آلودند و باید واقعا هوشیار باشند نرند. حالا که خب انسانی هم هست، ما نمیتونیم حق مسافرت افرادی که سیاسی نیستند از اینجا میرن سفری میرن مادری دارن پیر مریض دارو میبرن، ما اونها رو اجازه نداریم دخالت بکنیم، ولی کسی که ادعای سیاست داره و فکر میکنه که با اینها داره بازی سیاسی میکنه و بعد توجیه میکنه اینها، ما با اون دسته کار داریم که دروغ میگند، یا کسانی که با اینها با سپاه
با وزارت اطلاعات، با سپاه جنس میبرن میارن، در خدمت اونها هستند، با اونها دارن تجارت میکنن. حتی بعضی از این فاسدین در یک دورانی ادعاهایم داشتند، اینها فاسدند و یا فرزندان اینها که الان باید پیگرد قانونی بشن. اما دوران اینها، شنوندگان و بینندگان ارجمند، تموم شده. اینها اگر در داخل مردم رو به صف کشوندند که 2 کیلو روغن بگیرن، فلان بگیرن، یه خودرو بگیرن، وقتی که در خارج میاند به صف ایستادند که اطلاعاتشون رو بفروشند به وزارت اطلاعات های کشورهای غربی، که بعدا بگن ما در اون جنایت دست نداشتیم. به تدریج صفهای این هاست که پشت وزارت های اطلاعات و مقام های امنیتی خارج کشوره. بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، دور داره بر میگرده. شنوندگان و بینندگان عرشمند، روزی خواهد شد که اینها به پابوس برانداز ها میاند، پیش برانداز ها میرن، حلالی خواهند طلبید، میرن به مراکز سازمان های اطلاعات کشورها میگن که ما را ببخشن، بخشی از پولشون رو میخوان به انجمن های کودکان و غیر و غیر و اینهای ایرانی ببخشن تا بخشی رو در ببرند. ببینید، به دستهای، به چشمهای دروغوی، به لبهای خندان قبلی خاتمی که امروز گریانه، ببینید همنوا شده با ناراضیان که دوباره براندازها رو بزنه. اطمینان نباید کرد. این نیست که صفوف مردم باید منظف بمونه. به اینهایی که رهبری کردند موجهای فساد، دروغ، دستکاری افکار مردم، به اینها به قول سعدی سر مار رو باید به سنگ کوبید. به اینها نباید اطمینان کرد. تأکید میکنم اینها میتونن در آخر صف بمانند و بعد به هر حال جرایم اینها رسیدگی بشه و اخلال نکنن، اما موقعیت رهبری به هیچ وجه به اینها نباید داده بشه. نباید فریب اینها رو خورد، نباید زیر سنگر اینها، در توی صفوف اینها، نباید با اون چپ نمایی که در کنار فرخ نگهدار بود، نباید با مهدی فتاپور، با کسانی که رفتن کتاب دادند و در اینجا یک دور ملی مساوی شدند، یک دور ملیگرایی که با رژیم می ساخت با اونها بودند، نباید توی تشکیلات اینها وارد شد و دستور اینها را برد. من هشدار میدم دستور اینها را نبرید. گول این جماعتی که امروز به نام حتی، یعنی خودشون رو رادیکال دارن نشون میدن، نیروهایی که به نام جمهوری خواه دارید انتقاد میکنید از پادشاهی خواهان و مشروط خواه، انتقاد بکنید، رهبری فردی هر نیروی رو انتقاد بکنید، همینجوری نمیشه رفت زیر سنگر زیر پرچم یکی. اما این به این معنا نیست که فریب این دسته از جمهوری نما ها رو بخورید، چپ نما ها رو بخورید. اینها الان در فکر اینن، بوی کباب خورده به اینها. اینا میخوان رهبری رو در دست بگیرن و بعد فردا دوباره راه انحرافی رو پیش ببرند. اینا میتونن در صف مبارزه بمونند. هر کسی اجازه داره که صفوف مبارزه رو تقویت کنه. ولی اینها به دلیل اینکه بارها دروغ گفتن، بارها سازش کردن، بارها خطا کردن، اشتباه کردن، اجازه ندارن در موقعیت، اجازه ندید به اینها که اینها خودشون رو در موقعیت خود حق پنداری و رهبری قرار بدند. با هوشیاری یک موج عظیمی از جامعه، انقلاب، رستاخیز شهروندی در داخل کشورهای مهربانی در حال حرکت، توده های ابر بارانزا، باران، ما باران میخواییم، ما سیلاب نمیخواییم، ما بارانی میخواییم که مردم رو از این زمین های فکر و اندیشه ایران رو آباد بکنه. ما جنگ نمیخواییم، ما نمیخواییم که ترامپ قهرمانی بیاد ایران رو وارد جنگ بکنه، بعد میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار اسلحه فروخته بشه. ما اینا رو نمیخواییم. ما ایرانی میخواییم که پس از این انتخابات ما موقعیت بسیار برتری پیدا کردیم.
شبکه ها علیه این طلبه، این آخوند، شبکه های اجتماعی به حرکت اومده. واقعا اینا حراس دارند که جمعیتی، یک جمعیت 2 میلیونی پاستور رو بگیره، بهارستان رو بگیره. چی کار میخوان بکنن اینا؟ این ایران انترنشنالی که اینقدر میاد اراجیف گاهی اوقات میگه، آیا شما نمیتونید سخنگویان آقای مرتضی کاظمیان به تو اجازه نمیدند که یک باویه بگی که مردم فکر میکنید که تاثیر نمیذاره؟ استراتژی، راه نجات اینه، راه درست رو از براندازانی که یک عمر در راه براندازی نقشه ریختند از اونها یاد بگیرید، به جای اینکه این انتقادهای نیمه ناقص ملی مذهبی شما رو طرح بکنید. آقای اصغر رمضانپور، آقای مرتضی کاظمیان، آقای رضا علیجانی که تازه یک مقداری مدتی هست که ملی مذهبی نیستید، شدید ملی مدنی، چرا مسائل درست رو یاد نمیگیرید و سعی نمی کنید اشاعه بدید؟ مردم رو دعوت به یک قیام عمومی بکنید. شما 500 هزار نفر مخاطب میگید آبونمان دارید. مردم رو دعوت به شناختن تروریست، شناختن رژیم بکنید. مردم رو دعوت بکنید در همین شبکه، اگه جرأت دارید، اگه طرفدار اصلاح طلب ها نیستید، دعوت بکنید که یک قیام عمومی صورت بگیره. هنوز میای میگی روحانی. روحانی چیه؟ یک طلبه فاسد، یک طلبه جنایتکار، یک آخوند جنایتکار. زبانتون اصلاح کنید. یک روزی کارل پوپر به هابرماس گفته بود آقا شما ادبیاتتون آلوده است وقتی نسبت به فاشیستا دارید حرف میزنید. به فیلسوف ملت آلمان میگفت ادبیات شما ملی مذهبی ها آلوده است. آین ملی مذهبی، شما هنوز نمیخواید، از لفظ برانداز وحشت دارید. هنوز تا خیلی عذر میخوام، خیلی پوزش میخوام، از بادی که از خاتمی صادر میشه شما دنبال اون باد شکم خاتمی هستید که بیایید بگید که این الان اخیرا شده چیز. کجا میخواید ببرید مردم رو؟ مردم رو به سمت یک قیام، قیام به معنای اسلحه و اینها نیست، براندازی به معنای خشونت نیست، یک قیام عمومی در تهران، یک قیام های عمومی در چند شهر بزرگ. کردستان آماده است، شمال آماده است، اصفهان، کشاورزان اصفهان نشون دادن بلوچستان ما آماده است، خوزستان ما خیلی از شهرها آماده بود. شمایی که ابزارها را در دست دارید، شماهایی که میای جنبش، تویی که میای جنبش مهسا رو تحقیر میکنی، میگی این کار آمریکا و فلان و اینا بوده، البته حرفت به جایی نمیرسه، ولی شماهایی که توی ایران انترنشنال و جاهای دیگه نشستی، اگر واقعا مبارز هستی یک بار دیگر فکر کنید روی واژگان ما، روی پیشنهادهای ما، با مردم راحت تر باشید. نیایید یک روز از بشینید یک روز از دوباره از بحثای مربوط به ملیت و ملیت کرد. آقا ملیت نداریم. من هفته پیشم گفتم ما یک ملت داریم و شهروندان کرد و آذری و گیلک و عرب و اینها همه ایرانی هست. دوباره بحثای برای ما فدرالیزم یک جا، جدایی یک جای دیگر، حق طلبی هایی نمیدونم، هویت طلبی، این بحثا رو نیارید سر مذهباتون، سر مکتباتون. این بحثا رو به انحراف نکشونید. ایران یک ایران دردمنده و شهروندهای گوناگون ایران، همه اجزای مردم، تن پاره تن ملت ایران هست. خواسته های اینها به نام کرد، به نام آذری، به نام عرب، به اینا، همه اینها باید روزی رسیدگی بشه. من خودم یک گیلکم، افتخار میکنم که یک ایرانی گیلکم با زبان خودم. اخیرا دیدم یکی اومده میگه من کاردار سفارت فلانجا بوده، اون آقای علیزاده، میگه طرف با لهجه فلانی صحبت میکرده، دیدم اصلا مغزش، ساختمان مغز این مثل ساختمان مغز در واقع واقعا همین حکومتی هاست، هنوز عوض نشده. میگه طرف با لهجه مثلا بلوچی حرف میزنه. این افتخار ماست که در آینده یکی از مسئولین کشور لهجه بلوچی داشته باشه، به لهجه زیبای بلوچی.
به لهجه بسیار زیبای کردی. اینها افتخار ما، کشور در واقع چند زبانه ما، چند گویشی ماست. درو در خودش در اپوزیسیون تعریف میکنه، میاد اینجور مزخرفات میگه آقای بهبهانی. خب ببینید، ما در واقع دچار بیماری ها و آسیب شناسی هایی هستیم، اما ما یک زرادخانه بزرگی داریم به نام اینکه چند بیش از حدود 50 میلیون نفر از این 61 میلیون نفر در این انتخابات شرکت نکردن به گزارش های خودش. ما با این زرادخانه میتونیم ایران رو تغییر بدیم آقای بهبهانی. ما باید از امید، امید و باز هم امید به اعتماد به گام های خودمون. ایران در آستانه یک گردش بزرگه. یک جمله دیگرم بگم، عرایزم رو پایین ببرم. پایان. بفهم. ما ایران و آقای بهبهانی در دهه سوم قرن 21 یکی از نادر کشورهایی هست که با یکی از نادر دیکتاتورهای دنیا با میلیاردها و صدها میلیارد و هزاران میلیارد و با ابزارهای امنیتی کشور ما مبارزه کرد. حق کشور ماست که دو تا زنش جایزه نوبل بگیرن. توماج ما از زندان امروز جایزه بگیره. نرگس ما جایزه بگیره. این حق ملت ماست. کدوم ملت از ما بیشتر در این دو سه دهه اخیر مبارزه کرده؟ هیچ ملتی بیشتر از ما مبارزه نکرده. و ما امروز بر حقیم و ما امروز در موقعیتی هستیم که واقعا میتونیم به تجارب دنیا اضافه کنیم و امیدواریم که این تجارب ما به درد همه ملت های صدم دیده دنیا بخوره، ولی خودمون بتونیم به هر حال درسایی رو که گرفتیم به کار ببندیم. قربان. ارزم به حضورت که میشه یه توضیح بدی این آقای حیدری چی گفت؟ گفته چیکار کنه؟ گفته چرا با لهجه حرف میزنه؟ آقای علیزاده میگه، آقای علیزاده میگه، علیزاده صحبتی داشته، میگه که داشت از یکی توی کلاپی بوده، جایی بوده، میگفت که فکر میکنم راجب یکی از افراد از مبارزان بلوش داشت حرف میزد، من این رو باید براتون بفرستم هفته دیگر. خوشحال. بعد هی سعی کرد این جمله رو گفت، هی سعی کرد رفروجو بکنه، ولی دیگه گفت. در واقع میگه از اونایی بوده که لهجه غلیظ بلوچی داشته. آقا وقتی یک مبارزی تو خودت جز اپوزیسیون این رژیم خودت رو، من اینو برای اینکه خدای نکرده به چیز نرم، به اگراندیسمان نکنم، این رو هفته دیگر خدمتون خواهم فرستاد. بسیار. بریم سراغ یه مطلب دیگه راجع به این اوضاعی که گفتی و سمیعی و اینا. بازم توضیح میدم که کاوه عزیز من از کانال روشنگران مزدور ستیز که زحمت میکشه ویدیوهایی رو تهیه میکنه برای روشنگری، یه ویدیو هم راجع به همین سمیعی فرستاد و ما پخش کردیم. و بعد ببین، سمیعی من یادم میاد که سالهای 50 دانشگاه تهران یه مرکزی رو درست کرد که یک دانشکده پزشکی به نام دانشکده پزشکی داریوش کبیر معروف بود، این بالای امیرآباد زیر همون دانشکدهی که شما درس میخوندی اقتصاد و اینها، بیمارستان بود و بیمارستان داریشکوی. بعد انقلاب اسمشو کردن بیمارستان شریعتی و در اونجا خیلی خرج کردن و یه مرکز ایزوتوپ درست کردن اول بار در ایران. بعد یک شخصیتی مثل پروفسور عاملی و همسر بزرگوارشو از فرانسه با عز و التماس آوردن به ایران، امکانات بهشون دادن و اون دانشگاه های فرانسه درس میداد، اما گاهن باز برمیگشت فرانسه، گاهی درس میداد و گاهی با هواپیما میبردنش فرانسه و میآوردنش. و ایشون رو آوردن گذاشتن رئیس این دانشکده پزشکی و چون متخصص مغز و اعصاب بود، این روزا این رشته ها خیلی تغییرات زیادی کرده و رسیدیم به نورو سایکولوژی و این حرفا. و
اونجا شاگردان زیادی رو پروفسور عاملی تربیت کرد، مثل پروفسور عباسیون که امیدوارم زنده باشه و به کارش ادامه بده در ایران، و بعد هم همین یه جوانی بود، البته داشت تخصص میگرفت، دکتر بود، تخصص میگرفت در مغز و اعصاب، همین جوان همین شخصیتی است که امروز بهش میگم پروفسور سمی. ببین در دانش این نمیشه شک کرد، یعنی نگیم که این آدم بی سواد فلان اینا، نه، ولی جذب قدرت شده دیگه، یعنی یه جوری فکر میکنه که داره خدمت میکنه و اینا. یه مطلبی رو محسیما پویافرد پست کرده بود در کانال اکس، همون توییتر سابق، می نویسه که چند سال پیش عباس ایروانی برای ساخت کلینیک مغز و اعصاب مجید سمیعی در تهران زمینی را در منطقه 22 به مبلغ 11 میلیارد تومان از شهرداری تهران خریداری به نام مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا سند میزنه. این مؤسسه همان مؤسسه خیریه معروف همسر قالیباف است. از دیگر فعالیت‌های ایروانی ایجاد پروژه تفریحی 1001 شهر، پارک آبی کیش، پارک آبی اوشن بوده است. ایروانی در خصوص فعالیت‌هایش نوشته نیت این جانب در انجام تمام امور رضایت خدا و خدمت به خلق همراه با کسب روزی حلال بوده است. البته این نیت ایروانی و فعالیت‌های خیریه‌اش او مانع به جریان افتادن پرونده‌اش نشده است. حالا در اسفند 1402 وزارت اطلاعات بیانیه‌ای داده و خبر از بازداشت این متهم فراری داده، اما واقعیت اینجاست در تمام مدت این 6 ماه که برای عباس ایروانی احضاریه و حکم جلب ارسال شده، او نه فراری و متواری بوده و نه مخفی، هر روز به محل کارش می رفته، شبها نماز مغرب و عشا را گاهی در مسجد امام حسن خیابون شریعتی تهران و حتی گاهی در دفتر علی خامنه‌ای می خوانده. عباس ایروانی شاید نابغه اقتصادی باشد، اما شامه قوی خوبی ندارد که اگر داشت می فهمید نظر آقا چند وقتی است از محمد باقر قالیباف برگشته. خامنه ای سیاس و زرنگ است و او بیش از همه فهمیده محمد باقر باختایش زیاد شده. خامنه ای اهل شرط بندی روی اسب بازنده نیست و چه بسا در یکی از همون نمازهای جماعت مغرب و عشا به ایروانی گفته که بی خیال محمد باقر باشو. اما عباس همبازی خود را رها نمی کند و هزینه فعالیت‌های تبلیغاتی ستاد قالیباف را می‌دهد و همین گاف از او یک متهم فراری می‌سازد و شبانه سربازان گمنام امام زمان به خانه‌اش می‌روند و با دستبندی به او می‌فهمانند که خلاف فرمان عمل کردن عقوبت دارد. پرده دوم، فرقه حجتیه با مصاحبه‌ای که از نظر اندیشه و کردار مثل طالبان بلکه بسیار بدتر و نفهمتر از آن هستند، برای یک دست کردن تمامی ارکان حکومت تنها مانع جدی که در مسیر خود می‌بیند شخص محمد باقر قالیباف است. او به قول خودش نو اصولگرایی است که اگرچه محبوبیت مردمی ندارد و ملت همچون سایر عمال حکومت به او علاقه ای ندارند، ولی عیب بزرگی که از نظر فرقه مصباح دارد این است که متجددتر از آنهاست و برای برخی از لوایح نفرت انگیز آنها مثل حجاب اجباری و صیانت اینترنت مشکلاتی ایجاد کرده. لذا حجتیه ها در دنیای بدون حضور سیاسی قالیباف را دنیای قشنگتری از دید خود می دانند
و به نحوی به طور مستمر زیرا به او را بیش از خامنه‌ای زدن. اکنون گذشت زمان مشخص میکند چه کسی از این دو برنده میشد. البته ایروانی در یک ادعای دیگر هم گفته که اطلاعات سپاه در زمان طائب از او خواسته که بخش عمده اموال خود را به آنها بدهد و با استنکاف وی از این کار پرونده سازی سنگین برای وی کلید خورده. آنچه که قطعی است این است که از نظر ملت ایران تنها راه بهبود و اصلاح حکمرانی سقوط فوری خلافت فاسد ولایی و جایگزینی هم با یک نظام دموکراتیک و آزاد است. خب اینا مربوط به همین ماجراهایی است که در اونجا داره میگذره و ما تو خلال برنامه هم آقا گاهی اشاره کردیم به همین کانال روشنگران مزدور ستیز و کارهای کاوه که گفتیم که چجوری دارن علیه قالیباف کار میکنن. یارو اون شعبانیه کیه که توی تلویزیون برنامه داره، برنامه ساز تلویزیونه، میگه که علت اینکه مردم نیومدن رأی بدن برای اینکه مجلس لایحه عفاف و حجاب رو رعایت نکرده و مردم از مجلس شاکی هستن. میبینی که تمام تیرها به فرمان خامنه‌ای داره به سمت قالیباف پرتاب میشه. بنابراین یه تحول بزرگی همونطور که شما گفتی در اونجا در شرف تکوین است. ولی من فهم میکنم هرچی ما پیش بریم جنبش مردم پوینده تر، قوی تر بیرون خواهد آمد و دودمان این نظام رو به باد خواهد داد. به هر حال اینا مطلب بفهمید تا نظر شما را هم بشنوید. بله، از صحبت های امشب ما و هر چنین در هفته پیش هم من به این نکته خیلی تاکید داشتم جناب مهبانی. سال 1403 نه تنها سال یکی از دوره های بسیار بسیار بالای برآمد مراحل نهایی فروپاشی اقتصادیه، بلکه جنگ بین امنیتی نظامی ها، جنگ میلیاردرهای مسلح که ما در همین کانال شما از 3 سال پیش این جنگ را ما گفتیم. ما اون موقع هم صحبت میکردیم که یک جناح هرچه بیشتر به سمت روسیه داره میره و این جناح که به سمت روسیه میره کوشش میکنه. ما دیدیم در تمامی این 2 سالی که گذشت حداقل بعد از مسئله اوکراین، ما دیدیم که این نیروی وابسته به پوتین چقدر واقعا سعی کرد که خاورمیانه رو نارام بکنه، جهان رو نارام بکنه. مسئله بحرانج ایران حل مسئله بحران جهانی است آقای بهبانی. یعنی ما در واقع یک نقطه چرکین سرطانزای نه فقط منطقه، کشور که هیچ، اصلا خودمون این رژیم عامل این جنایت و این فساد و اینا، کشور که به تباهی کشیده هیچ، خاورمیانه رو با این بحران و جهان رو امروز واقعا با تهدیدهای بزرگ روبرو کرده. حتی اروپا رو، شاخ آفریقا رو شما ببینید و بعد با این دسیسه هایی که همراه پوتین میکنه، حتی انتقال این الان یک رزمایشی چین و روسیه و ایران دارن میکنن. خب این تمام این نارامی ها بخش یکی از بخش های بزرگش همین رژیم خوناشام دیکتاتور علی خامنه است. اما ولی فقیه سوم مرده به دنیا خواهد آمد، چون این مردم امروز دیگه، این مردم و این خزانه امروز دیگه قدرت نداره. خزانه خالی است، خزانه به شکل غریبی خالی شده و اینها به شکل غریبی در درون جنگ های خودشون غرق در جنگ ها میشن. جنگ از نظامی امنیتی ها، جنگ گاندو ها، گاندو، فیلم گاندو به یک مراحل بالایی رسیده و این میلیاردرهای مسلح دارن همدیگر رو میخورند. امروز نبویان داره پسر جنتی رو، علی جنتی و زهرا و شیر سادات و خود قالیباف رو میخواد بخوره. قبلا نوشته بود که در زمان صفویان آدم میخوردند، لشکر چیچی مال صفویان آدم میخوردند،
آدم خوری رو نبوی قبول داره، نبویان. رسالی یاران خودش رو میگه یک اقلیت، این گونه اقلیت میتونه یک اکثریت خاموش رو، میتونه یک اقلیت تند رو، یک اکثریت خاموش رو با خودش بکشونه. اینها خط آخر خطیان. من به گمان من اصلا علی خامنه‌ای امروز اگر پسرش دستور اینه داده که علیه پسرخاله خودش، یعنی در واقع قالیباف، یک کاری بکنه، همه پشت پوله. آقای بهبانی میبینن که چند میلیارد رو قالیباف بلند کرده، این چند میلیارد رو شما اشاره کردی باید بگیره، روی پول اینها همدیگر رو، پسر پدر و پدر پسر و پسرخاله پسرخاله رو، اینها فقط یک چیز میشناسن، در لحظه ای هستن که دارن غرق میشن تو این گرداب. اینا تا آخر همدیگر رو، برادر برادر رو، برادران در واقع مشتبا یا دیگران، پسران دیگران همدیگر رو، پدرانشون رو هم خواهند کشت. جامعه به یک مرحله از فساد تباهی رسیده که اینها هیچی نمیشناسند. به ریزش جنگ میلیاردرهای مسلح همراه با فروپاشی وضعیت سال دیگر رو رقم میزنه. آقای مهربانی، مردم ایران و آگاهان ملت ایران باید هوشیار باشیم. ما باید ایرانمون رو دوباره بشناسیم. همین کارمند بانکی که امروز اینقدر اطلاعات داره، کارمندان بانک های بهبانی بیشترین اطلاعات درون این نظام رو دارند، چون با تیترهایی کار میکنن. شما تو آلمان هم امروز بری حسابت بدی، اون پشت پرده میتونه یه نگاهی بکنه، کلی چیزا رو میفهمه، با یه سری ارقام میبینی سلام علیکش با شما یه جور دیگر میشه، چون بلافاصله دیده که شما موقعیتت چیست. شما وقتی که 200 اورو بخواید، وقتی که 10 اورو دارید، خب با شما یک ساعت شناسنامه نگاه میکنه، فلان رو نگاه میکنه، بیسار رو نگاه میکنه، عوض میشه ماجرا. داخل ایران کارمندای بانک رسیدن، مخابراتی ها به حرکت اومده بودن، الان کارمندای بانک دارن اعتراض میکنن. میدونید این یعنی چی برای ما؟ یعنی ذخیره از اطلاعات که فردا اینها که ناراضی میشند، این اطلاعات رو در اختیار نیروهای انقلاب خواهند گذاشت. مبارزان داخل کشور، آگاهان داخل کشور، موقعیت خودتون رو خودشناسی، قدیما میگفتن خداشناسی است، خودشناسی یعنی انقلاب شناسی، یعنی شناختن راه در واقع زمین زدن این جنایتکاران. شما امروز کارمندای مخابرات رو دارید، کارمندای بانک رو دارید، مدیرانی در سطح بالا رو دارید که اقتصاددانهای بالا بودن دارید، از اینها به نحو درستی و دیوان سالاران، تکنوکرات ها، آگاهان درون حکومت به این جوان ها کمک بکنید. مبارزان شرافتمند ارتش، ما خبر داریم شما کسانی هستید که مثل ماها براندازید، ما خبر داریم اینا، شما مثل ماها و حتی بهتر از ماها، من اغراق نمی کنم، ما خبر داریم شما بهتر از ما، حتی شرافتمندتر از ماها و دلسوزتر از ماها، چون درد مردم رو بیشتر درک میکنید. ولی منتظرید که به هر حال اینها، شما میدونید که اینها ممکنه شما رو بگیرن، جرم یکی 5 سال، جرم شما اعدامه، شما خوب میدونید. ولی شما بسیاری از مبارزان در درون آقای بهبانی، این دروغه که در درون سپاه همه خوردند و فاسدند، این طور نیست. ما خبر داریم، برای من امروز به هر حال ما خبر داریم که چه نظامی و چه سپاه پاسداران و چه مسئولان و مدیران بالا اینها امروز میدونن این نظام رفتنیست و دارن آماده میشند. کمک بکنیم، دست در دست هم دیگه بدیم، راه رو به هم دیگه نشان بدیم. این رژیم، عمری از این رژیم نمونده. امید، امید، و دست در دست هم دهیم به مهر. بسیار ممنون و متشکرم و سپاس اجازه فراوان. من یه خواهشی هم بکنم جانمو. از این صدای میهن در آستانه نوروز، دوستان عزیز،
مخاطبان عزیز، از صدای میهن که تلویزیون مستقلی هست که من واقعا در این رابطه با ایقان بالا، با اعتماد بالا به این صدای میهنی از یکایک شما که صدای من رو میشنوید خواهش میکنم که حمایت بکنیم که آقای سعید بهبهانی بتونه این رسانه رو روپا نگه داره. سپاس میگم و در این راستا واقعا اگر میتونیم کمک های خودمون رو به برپای ماندن، بر جای ماندن این صدا انجام بدیم، امیدواریم که میهن بماند و سعید جان بهبهانی هم تندرست باشد. ممنون. برای روز امشب شب خوبی آرزو میکنم، امیدوارم که کمترین تلفات رو، کمترین آسیب ها رو ما داشته باشیم و اگر تا هفته دیگر روزهای پایانی خوبی آرزو میکنم. به عنوان یک فرد اهل اقتصاد فکر میکنم که ما میتونیم غم هم دیگر رو بخوریم. در داخل کشور من شنیدم که مردم عزیز بلوچستان، استانهای کناری بلوچستان خیلی یاری رسوندن به مردم سیل زده بلوچستان. از مردم سیل زده بلوچستان، از مردمانی که در جاهای دیگر به کمک احتیاج دارند، تا جایی که میتونیم، به هر حال من هم به نوبه خودم در خارج از کشور، یاری و مدد رسانی یکی از وسایل امکانهای بزرگ ماست. در این راستا به هم دیگر غم و به هر حال غمخوار یکدیگر باشیم. همچنین بسیار آقا ممنون و متشکرم، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. برات بهترین چهارشنبه سوری جهان رو آرزو میکنم و برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمند آرزوی بهترین دارم. ممنون از شما آقا، سپاسگزار از همه مهرت، ممنونم، مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کنید. یه بار دیگه توضیح میدم، به علت تغییر ساعت در اروپا برنامه ها نسبت به ساعت اروپا یک ساعت زودتر آغاز میشه. به عنوان مثال برنامه آقای مصداقی که روزهای چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آغاز میشد، تا زمان تغییر ساعت در اروپا ساعت 5 بعد از ظهر خواهد بود. به هر حال امیدوارم که صدای ما شنیده شود. بازم ممنون.